Ama videomu işte neşirmeden ne? Ara. Baş. Daha screen share. یه کوچولو هم خودت رو تعریف از خودت تعریف میکنی آوا؟ بله، من 15 سالمه، تو کلاس نهم بودم، دارم میرم کلاس دهم. از 5 سالگی من پیانو میزنم و همیشه از کوچیکی من کامپوزیشن رو من خیلی دوست داشتم و یه آنره که من میتونم اینجا باشم و پریزنتیشنم رو به شما نشون بدم. The honor is ours. من تو RC هم تیوری و اینجور چیزا درس خوندم و میخوام دیپلم موسیقی مو اونجا بگیرم. ولی این راجبه پریزنتیشن هم کامپوزیشن هم درست کردم. عالیه. نمیخونی. ببخشی کار نمی کنه، نمیدونم چرا. میخوای من برات شیر بکنم؟ میشه؟ آره ممنونم. بذار من این کار انجام میدم، تو استاپ شیر رو بزن. عجب سکوت سنگینه. یکی یکم شروع کنه. خب آوا خودت توضیح بده در مورد ایده تا باشه. ایدم ما پارتیتوراتون رو خوندیم، ببخشید که پریدم بین صحبتت. پارتیتوراتون رو خوندیم، ایده هاتون هم خوندیم، ولی خب خیلی برای من خیلی مهمه که به غیر از این که چیزی که خوندم تعریف خودتون رو هم بشنوم. برای مارتینا هم همینطور و از این به بعد دیگه من حرف نمیزنم، مارتینا فقط حرف میزنه چون من زیاد حرف زدم. ایدم از قطره های آب که از سینک هم میافتاد، یعنی از فاسد میافتاد به سینک، اون صداهای قطره آب رو میخواستم نشون بدم تو کامپوزیشنم. وقتی واسه اینکه فکر میکنم یه ریتمی هست توش که همینجور عوض میشه ولی همینجور هم مثلا یه ریتم خودش خاصی داره واسه خودش. بعد میخواستم مثلا تو کامپوزیشنم یه direction پایین داره میده، میخواستم مثلا قطره آب و جرنیش رو نشون بدم که داره میره پایین و پایین تر. بعدشم چند تا پورتاتو دادم تو تو سکیل های مثلا پایین و بالای آهنگم. پورتاتو دادم که مثلا مثلا قطره های آب رو بشنوین و سنپس هم اضافه کردم بهش که میشه یعنی بیشتر پرسپکتیو آدینس هم و مثلا کنترول روش باشم که اونام قشنگ بفهمن که قطره آب میخواستم نشون بدم تو کامپوزیشن. اوکی مرسی. خب ویدیوت آماده است، اگه میخوای من ویدیو تو الان میتونم پلی کنم. باش مرسی. Hello, my name is Ava Gotts and I am 15 years old. I've been playing the piano ever since I was 5 and I've been in love with music for as long as I can remember. Composing has always been one of my biggest dreams and passions, as I could always hear music in my head, and now I'm slowly beginning to fully learn how to capture it down on paper. I was inspired to write this composition, which is titled A Droplet's Journey, by the droplets of water dripping onto the sink from my faucet. There's a certain rhythm and beat to it, which I think is interchangeable, yet is still maintained. I wanted to compose something to represent that, as well as exemplify an image of the journey of the droplets going farther and farther down the drain, as well as what they see and where they go. I wanted to capture the imagery,
of what you may find in a book or in a poem into my music, telling a tale of the simplest things in a way that makes it meaningful. I continuously challenge myself to capture the small beauties and wonders of the world and transpose it into a universal language of melodies so that all may enjoy. The downward slope of which the notes are directed is a representation of the droplet's direction, and the portato of the instrument's notes are to accentuate the texture of the noise the droplets make when they hit the sink. To make it a bit more realistic, though, I added some snaps to fully embrace the sound the droplets make and to have more of an effect on the listener's perspective of my piece. Merci. شما بگید. شما شد. من بودش بگم. خب من بگم. برای چند تا نوازنده این باید باشه؟ برای من دیدم دو تا پیانو تو پارتیتور، گیتار و افکت های دستی. درسته؟ چیزی فراموش نکردم؟ نه خیلی. خب همین جوری که قبلا قطعتون رو شنیدیم و به پارتیتور نگاه کردیم، خیلی جذابه، خیلی دیولپمنت طولانی و مشخص داره، یعنی یه جای سورپریز نداره تو خود قطعه. ما میدونیم که قشنگ اتود دروپلتس و همون ریتمی که شما خواستین نشون بدین میخواین خیلی دقیق نگهداری بکنید. خب برمیگردیم فکر کنم به اصلی ماجرا، یعنی این صدای دروپلت، صدای همون آب که بیافته تو سینک، اگر براتون خیلی خیلی مهمه و گفتین که بعدش بیافته، فکر کنم خودش باید عوض بشه، یعنی باید یه شکل ترانسفورمیشن بگیره، چون که خودتون گفتین که این میره 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 پایین، ولی باز صدای این خیلی صدای روشن و بالا هستش، نه؟ بله. اگر واقعا فکر میکنین که این باید از یک جای برسه به جای دیگه، چون که باز وقتی که دروپلتتون بیافته تو خود سینک، یکی بعد از یکی اینا بیشتر با هم این آب، این آبکش کوچولو دارن جمع میشن، پس در واقع ترانسفورمیشن ابژه از یک جای به یک ابژه جدید داره بیافته. شاید شما بعدش احتیاج داریم که نوازنده دوم مثلا یک صدا رو هم عوض بکنه. به نظر من خود پتانسیال استفاده کردن از دست و صدای دست که میتونه براتون معرفی بکنه چیزی، این کتاب خیلی خیلی گنده ایه و میتونی خیلی زیاد ازش الهام بگیرین، یعنی این یکی بود و یکیش مثلا میتونه اینجوری باشه، اینجوری باشه، یا یه دونه هم خیلی فرق داره. خلاصه میتونی باهاش بازی بکنین و هم پیانو دارین، زیباترین بزرگترین چوب که میتونین از هر طرف استفاده بکنید، یادتون نره اینقدر صداهای کشیده داره که و وقتی که پدال راست بگیریم میتونین ازش در بیاریم، که حتی اگر مثلا تو سینکتون میکروفون گذاشتین و ریورب آوردین، این پیانوتون میتونه همه این صداها را توش درست بکنه، یعنی این اتفاق بیافته که شما از یک ایده‌ای که فقط کنسپت سینگ داره واقعا تو این قطعه میتونی اینا تبدیل بکنی به رئالیته. یعنی من براتون پیشنهاد بکنم که الان تا بیشتر می نویسی این قطعه را و این گسترش بگیره، میتونی یواش یواش بیشتر به کاتگوری ابستره باش فکر بکنی، شاید خیلی جذاب میشه و میتونی توش یه نکته هایی پیدا بکنی که براتون جالب میشن تو راه آهنگسازی بعدی. این فعلا از من. منم فکر کنم که یک مقدار خیلی زیادی با چیزایی که مارتینا گفت موافقم. من خودم به شخصه
خیلی ساله که تمرکزم روی موسیقی، یعنی چیزی که دوست دارم بشنوم، چیزی که مینویسم، چیزی که دوست دارم بشنوم. طبیعیه هممون همین کار میکنیم، یعنی چیزی که شما داری مینویسی چیزی که دوست داری بشنویش دیگه، وگرنه که یه سری موزیک وجود داره اونا رو میری گوش میکنی. ولی من مثلا طبیعتاً چون تمرکزم روی و شکل موزیکی که مینویسم و چیزی که دوست دارم بشنوم، یک مقدار شاید مثلا چیزی که مارتینا گفتش اینجا میشه در موردش اینجوری فکر بکنیم که وایسا من باید مغزم رو یه جوری چیز بکنم، از اول بچینم تا الان هرچی گفتم فراموش کن. در مورد ارکستراسیون قطعات من صحبت بکنم، چرا؟ یعنی سوال بکنم ازت، چرا این ارکستر رو انتخاب کردی؟ چرا دوتا پیانو، گیتار و این بشکن رو که فهمیدیم توضیحش رو دادی، ولی چرا اون دوتا ساز دیگه؟ واسه اینکه گیتار رو میشه قشنگ پلاک کرد سترینگاش رو و بیشتر حالت دراپلت ها رو بده، و پیانو هم میتونی پورتاتو بزنی هم میتونی لگاتو بزنی، یعنی اونجایی که داره مثلا آب مثلا لیز میخواد بخوره پایین قشنگ میشه نشون داد، و همون دراپلت ها هم میشه نشون داد پیانو. اوکی. شما میدونی که ساز گیتار و ساز پیانو جز معدود سازهایی هستن که میتونیم بهشون بگیم سازهای، فکر کنم میشه همچین چیز اصطلاحی میشه گفتش، سازهای هارمونیکن، یعنی سازهایی هستن که علاوه بر اینکه خط ملودی میتونن بزنن مونوفونی، میتونی برایشون آکومپانیمان هم بزنی. من الان پارتیتورت رو 100% یادم نیست، ولی 89% رو یادمه، یعنی ممکنه پیچ هایی که نوشتی رو یادم نمونده یا اسم میزانت رو کدوم میزان چی نوشتی، ولی میتونم بگم 90% پارتیتورتو صبح خوندم دیشبم نگاه کردم یادم میادش. چند تا نکته رو فکر میکنم موقع نوشتن موزیک، و الان ممکنه که فرصت داشته باشی که تا این چیزی که تا اینجا نوشتی رو دوباره ارکستراسیون بکنی یا یه چیزایی بهش اضافه بکنی، و حتما وقتی میخوای این قطعات رو ادامه بدی و قطعات بعدیت رو بنویسی توی ذهنت داشته باش. هم گیتار هم پیانو، تو خودت پیانیستی، تو خودت پیانیستی و میدونی که این ساز یک ماشین عظیمه و پر از پتانسیل استفاده کردن تکنیکه. وقتی که دو تا پیانو تو استفاده میکنی، این ماشین و این پتانسیلی که داری خب طبیعتاً دو برابر میشه. توی من وایسا ببینم، فکر کنم میتونستم نرسی، میتونی یه کاری بکنی که من کنترل چیزتو بگیرم؟ نه این کار رو نمیشه کرد، ولی اگه بخوایم من الان میتونم چیز کنم اینو، یعنی هر صفحه ای که بخوایم من نشون میدم. نه 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 نه، مثلا تو همین روی همین این صفحه اول اگر که بخوایم صحبت بکنیم، طبیعتا خب توی صفحه اول شما با یک حالت آکومپانیمان یک پالسی داره، یک نبضی داره که یک بافتی داره طبیعتاً اون نوت گردت و اون نوتای چنگت که هستش شروع کردی و ملودیت رو تو دست راست پیانوی شماره یک نوشتی، شماره دو یا حالا به ترتیب ورود سر. وقتی که دومین پیانو رو وارد میکنی روی میزان چهارم، شاید بهتر بودش که شاید بهتر که همینجوری واردش بکنیم، ولی شاید در ادامه بهتر باشه از نظر صدادهی و بافت شنیداری که درست میکنی به هر دوتا پیانوت یک اندازه کار بدی. یعنی الان مثلا تو از پتانسیل یک دونه فکر بکن، همیشه اینجوری فکر بکن که الان تو باید دوتا پیانیست پیدا بکنی، دوتا پیانو پیدا بکنی، بیاری توی صحنه بچینشون و
اینا کارتو بزنن، چون که موزیک وقتی که ما موزیک می‌نویسیم برای سیبلیوس یا برای میدی کنترلر یا برای کامپیوتر که نباید بنویسیم، باید فکر کنیم مگر اینکه داریم موسیقی الکترونیک بنویسیم، اون یه چیز دیگه است. ولی وقتی که برای ساز آکوستیک می‌نویسی باید این رو در نظر بگیری که یک ساز یک تونی گنده اومده روی صحنه و از این پتانسیل فیزیکی و حجم و وزنی که این ساز توی صحنه اشغال کرده چه استفاده میتونی بکنی. مثلا شاید اگر که یه خورده بازتر مثلا بخوای فکر بکنی، پیانوی یکت خیلی به شکل سنتی داره میزنه، یعنی یک آکامپانیمانی تو دست چپ داره، توی دست راست یک ملودی رو داره میزنه که جلوتر بستش میدی، دیولوپش میکنی، بزرگتر میشه، جاهای مختلف میره. یادم میاد که پیانو دومین پیانو هم، یعنی هر دوتا پیانو این کار میکردن. ولی شاید مثلا از یه دونه از پیانوها تو یک سری رنگ صوتی دیگه استفاده بکنی. مثلا چیزی که مثلا مارتینا گفت، از بخش چوبی پیانو استفاده کنی. یعنی میشنوی اینو؟ بله. یا مثلا از توی سیمای پیانو استفاده بکنی. یعنی همیشه سعی بکن به یک رنگ دیگه ای از اون چیزی که تو دم دست تو پالتت داری استفاده بکنی. ببینی که چه امکانات صوتی بهت میده. یه چیزی دیگه هم هست که آیا شما قبلا مثلا تو دوئت پیانو اجرا کردین؟ یا بله؟ بله، کنچرتو میدونم. آها، اوکی. پس خب به نظر من این به خاطر این ارکستراسیون که انتخاب کردین خیلی هم کار خوبیه، وقتی که میتونی یک نگاهی بندازی به رپرتوار برای دوتا پیانو، نه یک پیانو چهار دست، چون که اینجوری هم فرق میکنه تیپ ارکستراسیونش و تیپ چیدمان صوتی، ولی واقعا همه کارهایی که خیلی معروف هستن که برای دو تا پیانو نوشته شدن، مثلا حتی تنظیم های کارهای معروف ارکسترال، الان اولین که به ذهنم بیاد سویت پرگینت ادوارد گریگه که احتمالاً میشناسین، میتونیم به بافتش رو نگاه بکنید و آنالیز بکنید چجوری این زده میشه. خیلی معروفه و اکثر پیانیست ها این رو اجرا میکنن. میتونیم هم نگاه کنیم به کارهای چایکوفسکی، به کارهای موزارت. دبوسی مجموعه داره برای دوتا پیانو، عالیه اونو اگر نگاه بکنید. آره، یعنی اونجوری میتونید نگاه بکنید که معمولا فانکسیون پیانوی شماره یک و فانکسیون پیانوی شماره دو یک کوچولو با هم فرق دارن. معمولا وقتی که میچینیمشون رو صحنه، این یکی که نزدیکتر به تماشاچی ها همیشه پیانوی شماره یکه که خیلی وقتها ملودی اصلی میزنه و بیشتر حالت ویرتوازی داره، ولی همون زمان پیانوی شماره دو که یک عقبتره، این معمولا فانکسیونش بیشتر اکامپانیمانه و پخن کردن هارمونیه و هم پهن کردن حالت ریتمیک خود قطعه. مثلا اولین ویرتوازی داره پاساژ میزنه بالا پایین، ولی پایینی داره همه چیز رو با هم جمع بکنه. حالا سه، شما میتونین الان فکر بکنین که من این دوتا پیانو که دارم الان برای این پیانیست که از اول آکاردمی مینور و اکامپانیمنت و ملودی شروع کرده زدن، خب خیلی هم کارهای خوبی کردن، ولی اون یکی بدبخت که تک دستی که دست دوم هم داره، مگر این که برای آدمی نوشتین که دستی نداره، این که کارهای راول باید نگاه بکنی. و خب باید به این فکر بکنی. راول درس چپه، این فقط درس راست داره. خب باید بنویسیم توضیحشم. حالا سه، باید فکر بکنید که من دوتا آدم دارم که اینا دوتا دست ده انگشتی دارن و کلی پتانسیالشون رو استفاده بکنید. بله. میدونم خواستید اضافه بکنید چیزی به این پیانوی یک یا همینجوری میخواستی فعلا ولش بکنید؟ میخواستم اضافه بکنم بهش. آها. بله.
بیشتر از طرف اکامپانیمن یا بیشتر به طرف کشیدن ملودی؟ میخواستم یه ذره اکامپانیمن بذارم واسه اینکه هنوز تمام نکردم، ولی به ملودی هم میخواستم روش کار کنم بیشتر. پس الان وقتی که میدونید که میخواید چیزی اضافه بکنید، باید خیلی با دقت فکر بکنید من الان این چیزی که اضافه بکنم به کدوم ساز میخوام ربط بکنم یا به کدوم ساز میخوام وصل بکنم. این درس اصلی ارکستراسیونه که آیا من الان ماتریالی که میخوام تو پیانوی دست چپ معرفی بکنم، آیا وصل بکنم به یک بخشی از گیتار یا شاید مثلا ربطش رو با همون سنپ ها رو بگیرم. پس بازی بکنید با این صداها که چطور میتونید اینا با هم بچینید و قطعه رو بیشتر و بیشتر بزرگ بکنید و جذابتر بکنید. باش، ممنون. بکنم کلی تایم رو گرفتیم. خیلی صحبت جالبی بود، بحث جالبی شد. مطمئنم این چیزی که بالاخره فقط شامل آوال نمیشه، خیلی چیزا هستش که بچه دیگه میتونن استفاده بکنن. نفر بعد ما حامد هست. خب من دیگه میسپرم به شما و حامد. قبل از اینکه حامد شروع بکنه من یک کانکلوژنی به آوا بگم که اولندش که هر دوی ما خیلی خوشحال شدیم دیدیمت. دوماً خیلی من خوشحال شدم که با سن پایینت قطعه نوشتی که چارچوب درستی داره، یعنی از نظر ساختار جمله مشخصه، تکرار جمله مشخصه، یعنی همه این چیزا مشخصه، به بافتای مختلف فکر کردی. خیلی به تبریک میگم و امیدوارم که بسیار راه پر از موزیکی داشته باشی و کلی موزیک بنویسی و ما هی بشنویم و هی کیف بکنیم. مرسی. خب حامد جان سلام. سلام، وقتتون بخیر همه دوستان، مخصوصا مهمونای عزیزمون. خیلی افتخار میکنم که در خدمتتون هستم. راجع به کارم، یک قطعه که برای قفسه کتاب دارم مینویسم. قفسه کتاب رو فعلا به عنوان یه پرکاشن فقط تونستم ازش صدا در بیارم، چندان نتونستم پیچ تولید کنم ازش، ولی حالا در حال فکر کردن هستم. اما یه سری توضیحات من شیر کنم اینجا که یه سری علامت ها رو من تعریف کردم براش. مثل این علامت اولان صفحه من شیر شده؟ بله. آها، این علامت اول که ضربه کتاب به کف کتابخانه هست، توی ویدیو کلیپ هم بود نمونهش، حالا اگه لازم بود پخش میکنم براتون. این دومی ضربه به جلد کتاب های با ناخن انگشت اشاره مثلا یا حالا هر انگشتی، لرزاندن یک کتاب، برخوردش با کتاب های بغلی، ویبرش یه صدای جالبی ایجاد میکنه افکتیو. این پایینی گلیساندو هست که کشیدن ناخن یک انگشت یا چند تا انگشت، این پایین تریه برای چند تا انگشت به جلد کتاب ها هست. و آخری هم یک کتاب باز شده در واقع کنار قفسه هست که ورق زدن اون کتاب، این علامت رو من براش نوشتم. یه تصویر دیگه که نوتی هست که من تا حالا تا اینجا روش کار کردم، البته یه مقدار بهش اذافه کردم ولی دوباره حذف کردم. راجب نوت اگه توضیح بدم، این در واقع قفسه رو به دو قسمت، سمت چپ یعنی اعداد 1 تا 5، کتاب شماره 1 تا 5 برای دست چپ و کتاب شماره 6 تا 10 برای دست راست تقسیم کردم. خط زمانیم رو این وسط گذاشتم که از 0, 5, 10, 15, 20 همینجوری تقسیم بندی شده. و حالا اگه بخوام علائم رو توضیح بدم، از دینامیکا هم در کنار این نوت نویسی کلاسیک هم در کنار همین علائم استفاده کردم، مثل دینامیکا که پیانیسیمو کتاب شماره 6 لرزانده میشه
تا تقریبا ثانیه 11-12 هم که همون شماره 6 ضرب. جانم هیچی ادامه بدیم این ادامه پیدا میکنه کتاب شماره 6 و مثلا این نوت سیاهو که من اینجا کشیدم نشون میده که این خط زیرش نشون میده که توی دست چپ هم کتاب شماره 3 داره ضربه میزنه با این دینامیک. حالا مثلا ثانیه 11-12 هم حدودن بالا و پایین نوت سیاه همین علامت رو گذاشتم که برای دست راست کتاب شماره 6 ضربه میزنه و همزمان دست چپ هم 3 تا کتاب 2, 3 و 4 ضربه میزنن. باز کتاب شماره این کتابی که باز هست و ورق میزنیم رو جز دست راست من گذاشتم. بعد از اون یک سری الگوی ریتمیک هستن که به صورت موتیفای معرفی شده. حالا یه موتیف کوچیک که یه بار تکرار شده. اینجا کتاب شماره 2 یه ضربه میزنه، کتاب شماره 3 با دست راست البته ضربه میزنه، باز کتاب شماره 2 و بعد کتاب 4. البته کتاب ها احتمالا یه چیزهای زیرشون نصب میشه مختلف، مثل سکه، مثل کاغذ ورق آلومینیومی که صدای متفاوتی بدن، همه رنگ صوتیشون شبیه هم نباشه. و این همون قسمت گلیساندوی هست که مشخصا مثلا از کلاس کتاب شماره 6 تا 10 برای چند با چند تا انگشت یا با یک انگشت انجام میشه. حالا این اون چیزیه که من نوشتم و البته ایده اصلی که دارم به خاطر این وضعیت نچندان جالب کتابخانیه که همه ما میدونیم و دیگه زیاد گفته شده. من فکر میکنم که این کتاب ها یه جورایی باید به همه بگن که بیا منو بخون و فکر میکنم که توی ذهن بمونه این صدا ها یه جورایی یه خرابشون بکنه و اینکه مطلب یه مطلب دیگه هم هنوز صدای تنینداری که تنین طولانی داشته باشه نتونستم پیدا کنم. دوست دارم یه چیز باشه که از ابزار کتابخانه باشه، نه اینکه مثلا حالا یک سازی اضافه کنم یا یه ابزار دیگه، ولی به نتیجه هنوز نرسیدم که چجوری میتونم یه صدای تنینداری اضافه کنم به کار که تأثیرش بیشتر بشه. دو سه تا سوال بیسیک ازتون بپرسم. بله بفهم. باز تخصصیتون چیه؟ پیانو هست. پیانو. و سوال بعدی این که مثلا هیچ وقت گیتار دوستی داری که گیتار فلامنکو برات بزنه؟ آره. دارم، بین دوستام هست. این نوازنده های فلامنکو یه کاری میکنن به اسم راسکوادو که اینجوری تمام یا ترمولوی که توی گیتار کلاسیک میکنه. تو با این کار میتونی با یکی از دستات اون درونی که میخوای رو درست بکنی روی کتاب خونه، درون صدای ممتدی که میخوای، و با اون یکی دست کار دیگرش رو انجام میدی. این مشکل چیز تو میتونی حل کنی. خیلی خوبه، خیلی جالب. من بگم و شما از نظر فرم قطعتو فکر میکنی که چند دقیقه میخوای باشه؟ فکر میکنم بیشتر از 5 دقیقه نباشه. اوکی. یعنی الان 1/5 قطعه رو نوشتی. بله. میشه پارتیتور تو یه بار دیگه باز بکنی که در مورد همونجوری باش صحبتش کنی در موردش. مرسی. ببین الان اگر که فرض رو بریم بگیریم که شما 1/5 از قطعه رو نوشتی، توی این دقیقه این چیز نیستش، 25 ثانیه. آره 30 ثانیه. میشه چقدر 1/10 قطعتو نوشتی؟ در 1/10 قطعه شما از تکنیک هایی که معرفی کرده بودی که 6 تا تکنیک معرفی کردی درسته یا 5 تا؟ 6 تا. 6 تا یکیش تکراری بود دیگه، گلیساندو بود. تکراری که نیست، چون دو تا صدای مختلف میده.
که یکی با یک انگشت یکیش با چند انگشت. از 6 تا تکنیک شما حدوداً همش رو توی همه 30 ثانیه اول استفاده کردید. شما یه قطعه‌ای داره یک خروار قطعه داره شیارینو گوش کردین شما حتما سالواتور شیارینو یا ببین مثالی که میخوام برات بزنم توی موزیسین های قدیمی توی باروک و کلاسیک و رومانتیک وجود نداره برای اینکه از نظر تکنیک اونا یه جور دیگه با موزیک برخورد میکردن. شما باید توی آهنگسازی از نظر تکنیک چون وقتی که متریالت خیلی محدوده وقتی که تو سازی که انتخاب کردی مثلا آوا ساز پیانو میتونه تمام تکنیکایی که بلده رو روی پیانو تو 30 ثانیه اول معرفی بکنه و چون ساز پیانو این پتانسیل رو داره که نمیدونم چند اکتاو داره 7 اکتاو داره 8 اکتاو داره میتونی با سیم بزنی میتونی با پدال بزنی بدون پدال بزنی اون آکوردا بزنی همه جور یعنی خیلی پتانسیل داره. از نظر متریال اولا شنونده حوصله‌اش سر نمیره، دوما شما به عنوان آهنگساز متریال کم نمیاره. اگر که شما تو 30 ثانیه اول از 6 تا تکنیکی که داری 5 تاش رو اومدی استفاده کردی، بعدن توی دیولوب کردن این تکنیک ها به مشکل برخواهی بود برای اینکه نمیتونی ادامهش بدی. یعنی مثلا اگر که تو 30 ثانیه این کار رو کردی توی 9 اگر هر صفحه رو بگیریم 30 ثانیه توی 9 صفحه دیگه تا 5 دقیقه برسه چقدر میتونی با همین این تکنیک ها بازی بکنی که قطعت همچنان آن داشته باشه، یعنی که شنونده حواسش پرت نشه. من با عنوان شنونده وقتی که میرم میرم کنسرت یا مثلا ضبط یه قطعه رو گوش میکنم، نه من، همه آدم ها همینطورن، خود شما هم همینطوری هستید، از وسط قطعه حواست میره به یه جای دیگه، اخ مثلا این قسط فلان رو پرداخت نکردم، حالا با محمد مثلا پس فرده بریم بیرون چی میشه، اون اونجوری چی میشه، این به اون چی بگم، اون چی کار کنم. این یعنی این که آهنگساز توانایی اینو نداشته که حواس شما رو به خودش تمام مدت نگه داره. به عنوان آهنگساز، حالا از طرف دیگه بخوایم صحبت کنیم، به عنوان آهنگساز شما باید توی معرفی کردن متریال صوتیتون به شنونده بسیار خصیص باشه، چون که اگر تو 30 ثانیه هر چی داری رو بریزید رو میز، رو دایره به قول قدیمی ها، بعدش چیکار میخوای بکنی؟ باید یک سری آس نگه داری برای خودت، تهش با اونا، یعنی هی یه کاری بکنی که هی توجه طرف جلب بشه. مثلا من اگر به جای شما بودم دوباره همین این صفحه اول قطعم رو، یعنی 30 ثانیه 25 ثانیه اول قطعم رو شاید دوباره بازنگری میکردم. مثلا شاید همون اون فیگور اولی که رو کتاب شماره 6 رو انجام دادیم میومدم یک پولیفونی با این درست میکردم، یعنی شما با کتاب شماره 1، این علامت تکون دادن کتاب بوده درسته؟ با کتاب شماره 6 با یک تکون کوچیک خیلی پیانو سیما شروع کردی، یه کرشندوی کردی به متر پیانو، بعد دوباره سوبیت و پیانو پیانو سیما کردی، میرسی به یک فورته گنده و یک اسفورسانتو که کتاب 2, 3 و 4 رو بهش ضربه میزه. چرا نمیخوای مثلا همین این رو فکر کن داری یک انوانسیون مینویسی، فکر کن داری یک فوگتا مینویسی، یک فوگ 2 صدایی مینویسی، چرا نمیخوای همون اون رو به عنوان کنسوژه تو یک ساز دیگه بیاری استفادهش بکنی؟ اگر که خیلی سنتی بخوایم فکر کنیم، یعنی سوژه کنسوژه بخوایم نگاه بکنیم، اگر که بخوایم سنتی صحبت نکنیم، چرا همون اون رو دوباره جای دیگه با یک رنگ، با یک رنگ دیگه معرفیش نمی‌کنیم؟ حالا شاید اندفعه دفعه دوم با 2 تا کتاب معرفی کنیم. ما میدونیم که اگر که شما کتاب شماره 10 در منتهی علیه سمت
راست نوازنده است کتاب شماره یک در منتهای لحیه سمت چپ، اگر که این فاصله شماره یک تا دهت 30 ثانیه هست یا 1 متر هست یا 3 متر هست، طبیعتاً افکت صوتی مختلفی میذاره روی شنونده موقع اجرا. شما میتونید از این افکت صوتی فاصله بین کتاب ها استفاده بکنید، چون طبیعتاً همه کتاب ها حتی اگر که یک تکنیک رو با یک دینامیک خاص با یک زمان خاص، یعنی این همون خط 6 رو کپی پیست بکنید توی برای سازهای دیگر یا کتاب های دیگر، همون صدا رو بهت نمیدن، چون اگر کتابت گرمه کاغذش نیم گرم بیشتر از اون یکی باشه صداش فرق میکنه طبیعتاً، پیچش فرق میکنه. همه صداهای جدا هستن و انتخاب کردن چه کتابی چه صدایی میده خیلی هم مهمه. مثلا اگر فکر میکنین که عمر این قطعه میتونه طولانی تر باشه و بیشتر نوازنده تو کل دنیا از این بزنن، باید خیلی دقیق باشین با این چه تیپ کتاب هستش. کسی نمیگه که الان این طرف باید رومی باشه و این طرف حافظ باید باشه با این چیزا، بیشتر از نظر تکنیکال خود کتاب، یعنی مثلا جلد کلاف داره و این کتاب نمیدونم کتاب حدود 300 صفحه‌ای باشه، این جلد نازک‌تر باشه، حداقل یه چیدمان این شکلی بکنید که برای آینده for the sake of این قطعه که بعدش زنده بمونه خیلی مشخص باشه که آدم تو آمریکا میتونه اینو بزنه ولی هم تو ژاپن و هم تو ایران و هم تو نمیدونم پرتغال، هر جای دیگه، و خودشون میتونن ستاپ خیلی مشخص بکنن و اینو تمرین کنن اجرا بکنن. چون که همیشه وقتی که یک کار خیلی کانسپچوال این شکل رو انجام میدیم یه ریسکی وجود داره که یه چیزی درست میکنیم و بعدش میبینیم که فقط خودمون میتونیم اینو بدن بزنیم و این در واقع معذرت میخوام که بعدجوری بگم به درد هیچ کس نمیخوره، چون که ما موزیکی داریم میسازیم برای اینکه شنیده بشه و برای اینکه آدمای دیگه هم میتونن اینو بزنن. فکر کنم این خیلی مهمه و کلا کنسپت کار شما خیلی جذابه و 10 تا کتاب دارین، 10 تا پتانسیل مختلف دارین و آدم با 10 تا انگشت میتونه کلی کارها رو بکنه. تنها پیشنهادی که میتونم براتون فکر کنم بگم اینه که نگاه کنین به چند تا قطعه که میتونن بهتون کمک بکنن چطور میتونی سیستماتایز کنی همه یه کاتگوری های صدا که استفاده بکنین. اولین و فکر کنم مهمترین قطعه که باید بهش نگاه بکنی و آنالیز کنی قطعه هلموت لاهلمن گرا هستش برای پیانو. شنیدین قبلا دربارش؟ اسم قطعه رو یه بار دیگه میگید؟ گوئرو هست، ساز پرکاشن امریکای لاتین هستش. گوئرو لاتین امریکان ولی قطعه لاهلمن اسمش گوئرو. این هم خیلی مهمه برای آوا که اگر هستش که گوش بده و هم آنالیز بکنه این قطعه رو. لاهلمن اونجا اصلا از صدای پیچ شده پیانو استفاده نمی کنه. منظورم اینه به کلید که بره پایین و صدای لا 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 اینا اصلا نمیده و همش از روی خود ایواری پیانو صداها رو در بیاره، بخش سفیدش. آره بخش سفیدش، یعنی قشنگ همون کار که شما میخواین با کتاکا در بیاره، یعنی صداهایی که مشخص نمیده و این اونجا همه کیفیت های صدا و همه تیپ های صدا که میخواد استفاده بکنه هم علامتشو میذاره هم میگه مشخص که چی چجوری باید درست بکنه و بعد ازش پارتیتور نیمچه گرافیک با در واقع مشخص کردن زمان درست بکنه، مثل پارتیتور خوده دیگه که تایم لاین داره. آره تایملاین داره و فکر کنم نگهداری کردن تایملاین تو کار شما خیلی مهمه و این نرین سراغ ریتمی سایز کردن و متر گذاشتن تو قطعه، واقعا همون تایملاین میشه ریفرنس انجام دادن تیپ های صدای مختلف تو ادامه قطعه
و فکر بکنیم درباره این که چقدر تمیز میتونین صداهای مختلف بچین بین خودشون که چه جوری تو زمان نشون بشن، دوباره میرن، همین جوری که آیدین گفته یه آس داشته باشین که بعدش مثلا درباره فارمتون فکر بکنی اونجا بزرگتر بشه و بعدش یه بوی پنهان بشه. یعنی با کلی فکرها میتونی با همون ماتریال فکر کنم 10 تا قطعه جداگونه بنویسی و هیچ وقت حاصله آدم ها سر نره، چون که همیشه میتونی چیزی جدید پیدا بکنی. و کارهای دیگه برای تیپ در واقع ابژکت ها که میخوان استفاده بکنی، برین سراغ آنالیز کارهای سیمون لفلر، آهنگساز دانمارکی، و دانمارکی دیگه سیمون ستن اندرسن که از ابژه های مختلف استفاده میکنن. کلا دانمارکی های آهنگسازاشون عاشق ساختن ساز هستن و از معذرت میخوام از کوفت درست کردن همه چیز، ولی یک دنیای صدایی خیلی خیلی حفن. شما همینجوری فکر بکنین که اینا تو پارتیتوراشون چجوری نوشتن و چه تیپ صدایی گیر آوردن تو قطعه، چون که بعدش وقتی که شما داستان خودتون بچینین و فکر کنین که من چه تیپ صدا میخوایم تو داشته باشم، با چه نریشنی، با چه احساساتی، با چه چیدمانی، اون موقع میتونین واقعا یک اثر جدید خیلی خیلی جالب بسازین. و آرزو دارم که قطعتون خیلی واقعا حفن باشه و منتظریم که بشنویم، چون که این مهمه نه فقط پارتیتور. من هم یک کوچولو اضافه بکنم بعد دیگه ادامه بدیم. به در ادامه قطعاتی که مارتین رو معرفی کرد که گوش بکنین، حتما کار لاخرمان رو گوش بکنین و با این دید گوش بکنین که چجوری توی معرفی کردن متریال، یعنی استفاده کردن متریال، خصت توی آهنگسازی تنها جاییه که خصیص بودن خوبه. من اصلا کاملا مخالف خصیص بودنم، مخالف نگه دارن مثلا که یه چیزی رو هی انبار کنی، اصلا تو زندگی مخالفشم. برای همینم تا الان نتونستم هیچی بخرم، یه دونه ماده دوچرخم نتونستم بخرم. ولی توی آهنگسازی باید خصیص باشی، وگرنه دیگه چیزی نداری که باهاش ادامه بتونی بدی موزیک تو، هر زدنت رو. لاخرمان رو حتما با این دید نگاه کن. حالا یه خورده برگردیم قدیمی تر، از کلاسیک ها صحبت بکنیم. شتوکهاوزن یه قطعه داره برای یه دونه در، میدونی اون قطعه شو؟ نه اونو نشنیدم. به اسم The Heaven's Door، یا به آلمانی هیمل دوره یا توره یا همچین چیزه، نمیدونم. به انگلیسی میشه The Heaven's Door. یک قطعه از 40 دقیقه برای یه دونه در چوبی و یه دونه چکش. حتما این قطعه رو نگاه بکن. تو یوتیوب هست، هم اجرای انواع اقسام اجراش هستش، آدم های مختلف اجرا کردن. فکر میکنم ورژن با پارتیتورش هم هست توی یوتیوب. نگاه بکن ببین که مثلا شتوکهاوزن چجور با یه همچی متریال بسته‌ای و در این حال یک دنیا رنگ صوتی. متریالش خب خیلی محدود میشه، مثل کار تو، خودت متریالت رو محدود کردی، گفتی 10 تا دونه کتاب. و دوباره من یک یادآوری بهت بکنم که نزدیک که بیشتر از 100 ساله الان مرز بین نوت و نویز از بین رفته. ما میدونیم از نظر علمی که نویز نوته، فقط اینا از نظر اوورتون هاشون ساختار هارمونیک ندارن، به همین دلیله که ما یه جور دیگه میشتن. در نتیجه تو شاید با این دید به کتابات نگاه بکنی که اینا پیچ دارن، اینا کوک دارن. اگر چیزی که مارتینا میگه رو بتونی بیای و با اون دید نگاه بکنی، شاید تو بتونی 10 تا کتاب با 10 تا پیچ مختلف، 10 تا نویز مختلف با فوندامنتال های مختلف پیدا بکنی. نه اینکه شاید، حتما میتونی پیدا کنی، چون واقعیت فیزیکیش اینه که میتونی پیدا کنی. میتونی اسکیل خودت رو درست کنی از اینا، میتونی یک گام به جای چی میشه 10 تا 10 نوته میشه
پنتاتونیک دبل پنتاتونیک رو درست کنه. تکنیک زدن برای خودش یه صدای دیگه هستش، یعنی باید تایمز به چند تا بکنیم، مثلا 6 تا تکنیک مختلف داریم رو 10 تا کتاب، در واقع 60 تا پتانسیل داریم در جا، خیلیه برای قطعه موسیقی. اینجوری فکر بکنید، یعنی خیلی سنتی بهش نگاه نکن که چون من الان رو پیانو میتونم گام دو ماژور بزنم ولی با کتابم دو ماژور نمیتونم بزنم پس اون نوت نداره این نوت داره، در صورتی که تو از نظر فیزیکی میدونی که اونم نوت داره ولی نوتش هارمونیک نیست، دلیل ساختار صوتیش اوورتون‌هاش هارمونیک نیست، این هارمونیکه، برای همین ما بهش میگیم نویز. نویز یعنی که تمام یک خروار فرکانس رو تو توی یک لایه‌ای میشنوی و فرقشون میشه. شاید یه خورده توی این مسئله بیشتر بری غور بکنی، به قول قدیمی ها شاید یه خورده چیز باشه بتونی، شاید میگم حتی مثلا واقعا فکر کنی کتاب 5 کتاب این بار با 5 کتاب این بار با هم دیگه میتونی دو تا تونالیته مختلف درست کنی، دو تا پنتاتونیک، یا کل 10 تا نوتت باشه یک گام 10 پرده‌ای 10 نوته. طبیعتا نباید بهش مودال فکر بکنی، تونال فکر کنی، هول تون نیست، هفتون نیست، همه هیچ کدوم اینا نیستش، ولی 10 تا تون مختلفه، 10 تا نویز پیچ مختلف. به هر حال موفق باشی و همینطور که مارتینو گفت ما منتظر شنیدن اجرای قطعه هستیم. مرسی، خیلی لطف کردین، خیلی مفید بود، لطف کردین. مرسی از همه نظرات بسیار جالب. خب ما یه خورده وقتمون، حالا نمیدونم شما میتونین بیشتر از یک ساعت باشین؟ آره الان که دیگه ما درمیان تمرکزمون بر باعث افتخار ماست که هستین در خدمت وقتتون میذارین. فارسی یادمون رفته. خب میلاد، شما و میلاد و دیگه خودت میلاد توضیحاتو بده دیگه. خب ویدیو کلیپ منو میشه شیر کنه خانم خراسانی؟ نمیدونم دیدن یا نه. من خوب. چون الان باید دانلودش کنم، از وقتمو میگذره. من فکر میکنم که خودت توضیح بده خیلی جالب تر باشه. به اندازه 17 تا کلمه بک‌گراند خودت رو برای ما لطفا بگو. 17 تا کلمه نه بیشتر. من دستم خود خب 17 تا کلمه چی بگم؟ شوخی میکنم بیشتر، ولی یعنی خودت رو یه کوچولو معرفی کن که ما بدونیم بک‌گراند چیه، چه سازی میزنی؟ من پیانو میزنم، ولی خب قبلش کوچولو گیتار زدم، ویولون زدم یه چند سال. گیتار کلاسیک یا الکتریک؟ گیتار کلاسیک زدم، 3-4 سال گیتار کلاسیک زدم، همزمان باش ویولون هم میزدم. بعد که رفتم و هنگ سازی کلن پیانو دیگه اونا رو گذاشتم کنار و بیشتر پیانو زدم. هنگ سازی رو کجا کار کنیم؟ اصفهان. اون کلن من آلزایمر دارم، اون از چیه؟ ایرادی نه؟ اصفهان فلان یه 2-3 سالی هم هست که دارم آهنگسازی کار میکنم. بعد قطعه که دارم مینویسم هم ایدهش که از همین کلاس شروع شد، یعنی اینکه مجبور شدیم به فضای داخل خونه نگاه کنیم و از اینجا یه چیزی رو به عنوان ساز و نمیدونم ایده استفاده کنم. من از چیزی که به نظرم جالب بود آشپزخونه بود، کلن فضای آشپزخونه و رفتار شخصی که داخل آشپزخونه هست و از اون ایده گرفتم. و اینطوری که معمولا داخل قطعا اینطوری شروع میشه که یه شخصی داخل آشپزخونه داره یه ملودی رو زمزمه میکنه و اون رو شنونده به صورت آروم میشنوه. بعد از اون یه سری سر و صدا، مثلا سر و صدا، ولی چیزی که من مشخص کردم به صورت نوت از توی فضا آشپزخونه شنیده میشه که مثلا یه سازی، 3 تا ساز دارم که هر کدوم مثلا طبق اون چیزی که من نوشتم زده میشه. بعد البته یکم دستوال نوازنده رو باز گذاشتم چون اش تمپو و
کشش اون نوت رو دادم ولی میزان نذاشتم براش میزان نذاشتم که یه ذره دست و بال نوازندم باز بشه تو این قسمت. حتی آوازم هم بدون میزان نماست و فقط تمپو و کشش ها رو بهش دادم. بعد یه ریتمی توسط یه ساز که اون مشخص کردم یکی از چیزی که تو آشپزخونه هست شروع میشه و متشکرم یه ریتمی شروع میشه به صورت خیلی ضعیف شنیدن که توجه شنونده کم کم بهش جلب بشه و کم کم سازهای دیگه بهش اضافه میشن. تو صفحه بعدش اگر برید که سازهای دیگه هم بهش اضافه میشن و ریتم پیچیده تر میشه همطور که پیش میره. خب بعدش هنوز ننوشتم ولی تو ذهنم اینطوریه که بعد از اینکه یه مقدار ایده پیچیده شد و باش کار کردم دوباره یه ذره سبکتر بشه و ساده تر بشه و ملودی خواننده دوباره بهش اضافه بشه. من اضافه یه ملودی واضح تر و طولانی تری رو بخونه و در نهایت با همین آروم شدن و محو شدن تمام بشه. البته آخرش رو اینطوری تو ذهنم داشتم که هنوز مطمئن نیستم که صورت ناگهانی و قوی تمام بشه ولی هنوز بهش نرسیدم کامل و فکر میکنم تکنیکا الان صحبت شما خیلی جالب بود که من قبلا خیلی بهش فکر نکرده بودم که میتونم از خیلی تکنیکا رو همون چند تا ظرفی که مثلا میخوام با عنوان ساز استفاده کنم روشون پیدا کنم و ازشون استفاده کنم. خیلی پیچیده تر میشه این داستانه که شروع کردم. نسیم جان میتونم خواهش کنم بری بالا؟ لطفا معذرت میخوام که یه بار صفحه اولش دوباره خب فکر اصلیتون درباره اجرا کردن این قطعه چی بود؟ چند تا نوازنده احتیاج داری و چقدر احتیاج داری به چیدمان آشپزخونه؟ و کجا بعد اجرا باشه؟ چون که شما یک دراماتولوژی چیدی؟ دراماتولوژیتون خیلی قوی بود و کلی معنی داشته برای چیدن این قطعه. الان شروع کردین یه نات گذاشتن. این دراماتولوژی چقدر براتون مهمه؟ برای عمر این برام کلن این چیزی که بهش فکر کردم، البته ما که الان تو اون شرایط نیستیم که بتونیم با نوازنده واقع اجرا کنیم، ولی چیزی که بهش فکر کردم سه تا نوازنده میشه در کل. سه تا نوازنده است که یکیشون باید خواننده باشه، ایشون خواننده هم هست. بعد که فضای خود آشپزخونه هم خیلی راستش بهش فکر نکردم هنوز، ولی تو ذهنم یه سری چیزای پخش و پلا دارم که دوست دارم اون رفتار رو هم انجام بده اون شخصی که داره اجرا میکنه، ولی هنوز مکتوبش نکردم و منسجم نیست. یعنی یک کوریوگرافی هم میخوای اضافه بکنی برای نوازنده ها که چی کار بکنن؟ من یک چیزی میگم بعد مارتینا میخواست یه چیز طولانی بگه. شما باید اولا که باید مطمئن باشه قطعت اجرا میشه. چرا فکر میکنید که در شرایطی نیستی که اجرا نشه؟ میدونیم که الان کرونا هست، میدونیم که الان همه این چیزها هستش، ولی به هر حال که باید این قطعه که داری مینویسی با این امید بنویسی، با این دید بنویسی که قرار اجرا بشه. و مهمترین چیز اینه که تصمیم بگیری قطعت قراره کجا اجرا بشه. مثلا اگر که قراره توی به عنوان مثال میگم توی تالار وحدت، تالار رودکی تهران، یا مثلا یک کنسرت هال به شکل خیلی سنتی که شنونده ها اینجا، نوازنده ها اونجا و یک دیوار چیز مزخرفی وجود داره بین نوازنده ها و شنونده ها، در این صورت اون چیزی که شما تعریف کردین شدنی
شدنی هست ولی خیلی پیچیده تر میشه. یعنی تو دیگه باید یک تئاتر بنویسی در حقیقت، برای یه تئاتر موزیکال باید بنویسی، نه تئاتر موزیکال به معنای تئاتر موزیکال مثل اندرو لوید وبر، تئاتر اینسترومنتال که مارتینا مفصل‌تر توضیح بده میده که چی، چه جور بیسش کجاست و از کجا شروع میتونی بکنی، کجا رو بری، کجا بگردی دنبالش. ولی مثلا چیزی که تعریف کردی، گفتی که صدای خواننده از دور میاد و شنونده توجهش یواش یواش به اینا جلب میشه و غیره. شما خیلی سینمایی به کل ماجرا داری فکر میکنی. شاید در انتها قطعا باید تبدیل بشه به یک ویدیو آرت. خب همهش رو گفت که من خواستم شاید در آخر اینجوری باید بشه، ولی حالا من دیگه هیچی نمیگم، اصلا میرم از کادر بیرون. خب اولین معرفیتون همینجوری که گفتین، در واقع من اولین فکرم این بود که آره الان هر این پروژه، این توضیحی که چیدین برامون قشنگ 100% متریال ویدیو آرته که معرفی میکنین که این فضا هستش که الان این یکی خواننده داره راه میره اونجا. من قشنگ با دوربین میدیدم که الان این کادرش اینجوری چیده شده و بعد یهوی همون ریتم شروع میشود و تمرکز روز زدن به جاهای مختلف هستش و بعدش در واقع از این که ما نگاه میکنیم به وضعیت چیدن یک چیزی، شروع کنیم از این دور شدن به طرف صدا و دنبال کردن این که این صدا چی میخواد برامون معرفی بکنه. در جا اینجوری فکر کردم. ولی اگر نمیخواین الان بازی بکنین و فکر کنین که الان من یه ویدیو آرتی از این کار بسازم، همیشه آپشن دیگه هست، تئاتر اینسترومنتال. تئاتر اینسترومنتال یک در واقع سب ژانریه تو موزیک معاصر که ما از صداهای مختلف و از ابجکت های معمولی مختلف یک چیزی به حالت تئاتر انجام میدیم. این سنت خیلی معروف بود تو کشورهای مثل لهستان، مثل آلمان. مثلا تو لهستان مهمترین آهنگساز این تیپ کار آقای باگوسلاو شفر هستش که یه چند تا تئاتر اینسترومنتال مختلف نوشته که هم توش پرفورمر داریم، حتی نداریم که یک خواننده هست که یک کاری هم میکنه، یه پرفورمری داریم. اگر شما فکر کنیم با کاتگوری پرفورمر که براش بنویسین، میتونیم براش همه کارها رو بچینیم. در این شاید سه تا خواننده داریم. آره، یعنی هر سه تا پرفورمر میتونن بخونن. پرفورمر دارین، یه پرفورمرتون هم میتونه بخونه، هم میتونه یک ورزش رو صحنه بکنه، هم میتونه به دیگا ماهیتابرا و جای مختلف ازشون صدا در بیاره. یعنی لیمیت نمیذارین، چون که میدونین که ما با پرفورمر کار میکنیم با عنوان نوازنده اکستندد شده. یعنی من یه چند تا توانایی دارم، من فقط خوب خوندن بلد نیستم، منم میتونم براتون شعر بگم، من میتونم براتون یک خب بازی روی صحنه هم انجام بدم، پس کلی پتانسیل بیشتر دارم. اگر باز با کاتگوری سنتی میخواین در برش فکر بکنین، معمولا تو دنیای موزیسین ها پرکاشنیست ها این کارها انجام میدن. خیلی معروفه که وقتی که آهنگسازا میخواستن چیزی بیشتر به طرف آوانگارد بنویسن، میرن سراغ پرکاشنیست، چون که اینا همه در واقع زدن اجرا میکردن، به خاطر موزیسین بودن، صدا هم میتونن بخونن و به خاطر همون سوس های پرکاشنی که انقدر زیاد هستن و انقدر متفاوت هستن و شما اینجوری باید بزنی، اونجوری باید بزنی، یعنی این موومون تئاتریکال تو بدنشون از اول هست. و اگر فکر کنین که خب من انقدر نمیخوام وحشتناک بشم، فقط برم به سمت آدم های تئاتر، میخوام از موزیسین های واقعی استفاده کنم، اون موقع برین سراغ این آدم ها. یعنی میدونین که شما یه تئاتر اینسترومنتال برای سه تا پرکاشنیست ها بنویسید که اینا کارهای مختلف انجام بدن، هم میخونن هم
راه برن، هم تو یک وضعیتی در واقع هستن. خیلی خنده داره، ولی میتونی کار خودم رو چک بکنی، تو یوتیوب هستش. من یه تئاتر اینسترومنتال برای سه تا پرکاشن و الکترونیک نوشتم با اسم اومبرا و این تو اینترنت هستش. و من تم من اومبرا درباره یک جای خیلی تاریک بود که مردم خودشون رو پنهان میکنن موقع خطر بودن، و این یه جوری ربط داشته با همه حمله های تروریستی که 5 سال پیش اتفاق می افتادن. خیلی هم بد جوری بود، چون که پریمیر این قطعه در واقع 2 روز بعد از حمله تو پاریس اتفاق افتاده، یعنی هممون با یه قلب خیلی سنگین داشتیم اینا اجرا می کردیم. ولی عشق کرده دیگه تو می کنیم. آره. و در واقع من یک صحنه ای را چیدم، یه فضایی و یه حسی. شما برامون فضا معرفی کردید، حسی در واقع هم معرفی کردید، چون که این الان داره راه میره، یعنی ملودی برای خودش میخونه، نه؟ پس یه حسی در واقع داره، میتونیم بگیم ملودی غمگین بخونی، فکر کنم ملودی مینار بود در واقع، ولی الان یادم نمیاد. پس در واقع یه نوستالژی مثلا برای خودش زیر دماغ میخونه. پس از این شروع میکنیم، میدونیم چه حسیه، میدونیم چه چیدمانیه و الان این صدا توش چی کار داره میکنه. همینجوری میتونیم ادامه بدیم و راهش رو پیدا بکنیم. خیلی ممنون. یا الان چیز ذهنمه برای بستن تمام صحبت هامون. فکر میکنم که شاید اگر که واقعا بخوای بری به این سمت که به سه تا پرفورمر فکر بکنی، در این صورت احتمالا باید مثلا تو پارتت بخش اولش رو یک تغییر ایجاد بدی و ننویسی سوپرانو، بنویسی فیمیل سینگر. یعنی میتونی فقط جنسیت خواننده‌ت رو مشخص بکنی که اگر براتون مهمه که صدای اگر لازم باشه. اگر که مهمه که صدای زن باشه، اگر نه میتونی صدای میتونی اصلا فقط بنویسی سینگر یا سینگ یا حالا هر چیزی، ولی مثلا اگر که فقط پرفورمر مرد داری مثلا تو پرانتز بنویسی که سعی کنن مثلا فالسیتو بخوننش، ملودی که هستش که از نظر رجیستر کنترل داشته باشی، اگر که جنسیت خواننده‌ت خیلی مهم نیست و رجیسترش برات مهمه، اگر نه که دیگه فقط میشه پرفورمر شماره 1، 2، 3 و حالا که لاین های مختلف دارن. برای کوریوگرافی توی پارتی تورت هم این پارتی توره کیه که خیلی هم کله های خنده داری میکشه، شبیه پینوکیوه که سر رو تکنی میدن. پانایوتیس هم داره، پانایوتیس داره، همین سیمون لوفلر داره که آره. مارتینا گفتش پانایوتیس کوکور هست که تو آمریکا زندگی میکنه، آهنگساز یونانی خیلی موفقه، دوست داره از همون کارهای کوریوگرافی زیاد استفاده بکنه. منم خواستم آهنگساز آلمانی کارولا باکفورد پیشنهاد بدم که متخصص تئاتر اینسترومنتاله و دانشجوی کگل بوده. اگه میشه لطفاً اسمای اینا رو تو چت بنویسین، چون همین الان من مینویسم من اینا دارم همینطوری مینویسم بعدا سرچ کنم. OLT اگر یه اشتباه شده شاید آره ممکنه که مثلا گوگل پیدا میکنه. ما ماریسیو کاگل، حتما کاگل رو نگاه بکنم. آره، چون که کاگل یکی از اولین آهنگساز بود که تئاتر اینسترومنتال می نوشت. البته خب اون خیلی اکستریم این کار میکرده. آره. یه چیزی داره به اسم وان من که یه اتاق اندازه نمیدونم 70-80 متر باید سازهای مختلف بچینه که بتونه اجراش بکنه، ولی خب به هر حال دیدن کاراش خیلی جذابه که نگاه بکنه. شفر رو بنویس. هم داشتم فکر میکردم اگر بیشتر دوست دارین هم به طرف تئاتر برین که چیزی کانسپچوال بسازین، میتونین هم چیز بکت نگاه کنی و بخونی. این کلن از یه زاویه دیگه هستش، ولی شاید مثلا اونجا یه الهامی پیدا بکنی. بکن تو اه.
کانتار هم بنویس، کانتار هم توی مسائل تئاتر و کانسپچوال. آره تادئوش کانتار که هم موزیسین بود هم کارگردان تئاتر بوده و یکی از اولین آدم ها که در واقع ژانر هپنینگ تو موزیکی ساخته. هپنینگ یعنی یک اجرای چیده شده در فضا که یکی از معروفترین کارهاش کنسرت ها برای موج‌های دریا که تو شمال لهستان آمده و پودیوم رهبر ارکستر رو چیده جلوی دریای بالتیک و داره اجرا میکنه با موج‌ها، یعنی میره انقدر تو. ولی شاید براتون چیزی جذاب بشه. ما همینجور همه اسمایی که هی صحبت کردیم رو داریم می‌نویسیم که برین هر کدوم رو برین تو یوتیوب بزنین، کلی چیزهای جالب ممکنه براتون بیادش. ممنون از شما. هلموت رو اشتباه نه. آره هلموت. فکر کنم همین. و در آخر فکر میکنم که حالا فعلا همین اینا، اگر که باز حتما یه اسمای دیگه به یادم میاد که حتما در موردشون صحبت کنم میگی. فکر میکنم که در آخر باید ولی در خیلی اول تصمیم بگیری که مدیوم قطعت قراره چی باشه. آیا قراره یک پرفورمنسی باشه یا قراره ویدیو آرت باشه، آیا قراره دیجیتال آرت باشه، یعنی مثلا برای مدیوم کامپیوتر تو میخوای اینو درست بکنی، یعنی اینو فیلم بگیری و بذاری تو یوتیوب و اونجا میشه جایی که شنوندت یا بینندت میاد میبینتش، یا ویدیو آرتیه که باید حتما بیاری مثلا توی یک فضایی بچینیش، باید مثلا با دم و دستگاه پخش بکنی. یعنی باید همیشه تصمیم بگیری که در آخر این اثرت قراره که کجا در چه شرایطی به مخاطب برسه. آیا اگر که پرفورمنس مثلا توی یک فضای تجربی تر مثلا قرار این پرفورمنس اتفاق بیفته، مثلا در راهروهای دانشگاه هنر یا مثلا در اون تو حیات کمان سیاسپل، تو کمان سیاسپل قرار اتفاق بیفته، فکر کنی اونجا با عنوان دروازه صحنتون چیده شده و همه آدم ها که فقط رد میشن تماشاچیاتون هستن، یا صبر کنن و نگاه کنن چه اتفاقی بیافته یا نه دیگه رد میشن برن. همونجوری میتونی بگین که این هم کلاژ بود چون که مردم رد میشدن موقعش، هم هپنینگ بوده چون که شما یه مانیفستی تو فضا انجام دادین، هم تئاتر بود چون که در واقع شما پرفورمر داشتین که یه کارهایی رو انجام میدادن، یعنی همه چیز هست. و اینی که میگیم فقط مختص کار شما نیستش. آره برای همه تو کار همه مون. از اول تصمیم بگیرین که کاری که می نویسین قرار است که چی باشه، چون که اگر این اولین نکته اول مشخص نمی کنین آخر سر چیزی تموم کردین و نمی دونین چیه و بی خود همینجوری شد. و بعدش پیدا کردن هم نوازنده یا پرفورمر یا حتی فروختن ایدتون به پرودوسر کنسرت خیلی درد سر میشه اگر از اول نمیدونیم پروداکتتون چی خواهد بود. پس پیشنهاد اینه که از اول تمرکز رو کانسپت، رو ایده و سورس خیلی بالا باشه. مرسی. خب ما شبنم هم بشنویم. واقعا مرسی از همه این بحثای بسیار جذاب و نکاتی که شما واقعا بالاخره روش وقت گذاشتین. مرسی واقعا که توی این شرایط اومدین و همه اینا خیلی همه این چیزا یک هر کد مثلا یک جرقه باشه. به هر حال مثلا چه میدونم من سنم از مثلا از ایشون یه خورده بیشتره، طبیعتا این چهار تا چیز بیشتر بلدم و خوب میشه که اینا خیلی سریع، یعنی اولش هم گفتم که چقدر این زوم و این میتینگ هایی که ما ها میتونیم داشته باشیم همه با هم خوبه، برای اینکه خیلی سریع میتونیم این اطلاعات رو رد و بدل بکنیم. یعنی لازم نیستش که هر کدوم از ما جداگونه بریم چرخ رو از اول اختراع بکنیم، دقیقا، چون که اون وقت الکی تایم و انرژیمون از بین میره.
دقیقا. امیدوارم ادامه پیدا کن. حالا در ادامه این که چه ادامه پیدا کنیم، میخوای اول شبنم هم صحبتاشو بکنه، بعدا من یک سری راهکار بهتون بگم چی کار باید بکنیم. حتما. چون همه ماها تا آخر عمر همیشه هنرجو هستیم، یعنی وقتی که میگی من میخوام موزیسین باشم، وارد یک جاده میشی که تا آخر عمرت دانشجویی. یه چیزی هستش که ایرانی ها که براشون درس میدادم تو ایران خیلی دوست دارم بگم وقتی که خودشون رو معرفی میکنن. سلام، من ایشون هستم. خب خلاصه میخواستم الان ببینم آهنگساز بشم. خب من پیانو تموم کردم، فلوتو هم تموم کردم، فکر کنم هارمونی هم در مقدار خیلی زیادم تموم کردم. لطفا هیچ وقت نمیدین که چیزی تموم کردم، چون که حتی من تموم کردم. هیچ کسی هیچ وقت تموم نکرده. بعدش وقتی که با این فکر خیلی باز به این آدم دیگه رو گوش بدیم، فکر کنید که چقدر مزخرف حرف میگه. یعنی باید فکر کنید که باشی تموم نمی کنیم. عمرمون بله بالاخره تموم میشه، ولی تو یاد گرفتن همیشه دانشجو هستیم. خب پس آره، راه آهنگساز خیلی سخته، چون که نوازنده تا یه جایی واقعا میتونه خودشو برسونه که میشه گفت که ستاره شد، واقعا رفته تو تاپ، ولی کار ما اختراع کردن چیزای جدید و معرفی کردن صداهای جدید برای آینده هستش. حالا سه هیچ وقت تموم نمیشه مگر اینکه متئور از بیرون از فضا به ما بزنه. اون موقع شبنام بگو، معرفی کن خودت رو لطفا. سلام، من خیلی خوشحالم که خدمت هستم. شبنم 20 سالمه و دانشجوی نوازندگی دانشگاه فرهنگ و هنر تهرانم و ساز اصلی ستاره، ولی خب پیانو هم خیلی حرفه‌ای نه، ولی حالا میزنم، ولی ساز اصلی ستاره. پیانو ولی یه ذره باز از عمومی دانشگاه، یه ذره باز خیلی هم کاری که انجام دادم با رو همین ساز خودمه، ستار، که اومدم از سه تا قسمت ساز استفاده کردم. قسمت بدنه ساز، سیمای پشت خرک و خب خود ساز ملودی اصلی هم رو همونه و کاملا قطعه که ساخته شده در پایه بداهه است. با سه تا نوت هم از سه تا نوت هم بیشتر استفاده نکردم. سول و لا به مول رسیده ما و حالا میخوایم نوتش رو شیر کنم. گفتی دانشجو دانشکده فرهنگ و هنر هستی؟ بله. کجا؟ تو تهران یا؟ تهران. بله. کدوم واحد؟ 46. 46. اومده شیم؟ هنوز نه. نایمان؟ بله بله. این به این صورته که شروع قطعه باقی بدنه این ساز شروع میشه. این قسمت من از این قسمت ساز استفاده میکنم کنم و با انگشت شست روی ساز شروع کنم ضربه زدن که قسمونم از همینجا شروع میشه و این صفرایی که زیر نوتم نوشتم، یعنی هم منظورم میخواستم به نوازنده نشون بدم که با شستش باید بزنه روی بدن این ساز و در ادامه که این سه و این هشتی هم که بالای نوتا قرار داده، یعنی که با انگشت سوم دست چپ باید بزنی این قسمت ساز. بعد در ادامه همینجور این بدنه بدن که تا میرسی به ملودی اصلی که خود همون تیماست که مزراب میزنیم روی ساز، همینجور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به قسمت خرک.
فرک از اینجا شروع میشه. این قسمت طبق چیزی که نمیشه شده نواخته میشه و این هفتی هم که بالای اینجا نمیشم، یعنی که باید مضراب چپ زده بشه روی خرک و بعد خرک با ملودی همراه میشه، ولی این بار ملودی یعنی کاملا رو دست چپه، یعنی سیما رو شروع میکنن کندن. همینجور ادامه پیدا میکنه تا دیگه از خرک هم مثلا خرک هم تموم میشه، میرسه به دیگه خود ملودی، شروع میکنی یه بده ها ایمون انجام دادن و بعد قطعه تموم میشه. اوکی لطف میکنیم بری بالای بالای بالا. من چند تا پیشنهاد بیسیک بهت میکنم، لطفا اینا رو رعایت کن، چون که میدونیم که ساز ستار خب ساز ایرانیه و اکثر نوازنده های ستار تو ایران زندگی میکنن، یا اگر نوازنده ستاری بیرون از ایران هستش یا ایرانیه یا با فرهنگ ایران آشناست و طبیعتا فارسی رو بلده. ولی برای اینکه ما خودمون رو در سطح آهنگساز بین المللی رفتار بکنیم، باید با یکی از زبان مجبوریم، این یعنی چاره نداریم، چه ما ایرانی ها، چه لهستانی ها، چه ژاپنی ها، چه ارمنی ها در ارمنستان، چه روس ها در روسیه، هر برای این که بتونیم یک زبان بین المللی پیدا بکنیم. و مثلا فکر کن شاید این قطعه شما برای یک آدم فرانسوی جذاب باشه، در این صورت وقتی پارتیتور رو برمیداره اون اول قطعت بدنه ساز خرک و ستار رو این بیچاره کج میشه، چشماش هم چپ میشه و میخوره زمین چون که دیگه نمیتونه بخونه. شما خیلی راحت میتونی بنویسی به جای بدنه ساز بادی، به جای خرک بنویسی بریج و ستار هم که ستار، یعنی از کلمه کلمات بین المللی استفاده کن. از طرفی تکنیک های دیگه معذرت میخوام، شما میتونی الان برای من با ضرب تمپوی سیاه پنجه ها ناک بزنید؟ خب یه نقطه هایی وجود دارن تو سنت تئوری موسیقی که ما تمپوی فکری یا خیلی ترکیبی یا سورئالیستی رو داریم، ولی اکثرشون تو کارهای شتوکهاوزن وجود داره که مثلا میشه 58.6 که میدونیم که هیچ کس از نوازنده ها نمیتونه اینا اجرا بکنه چون هیچ مترونومی تو بدن ما وجود نداره که ما میتونیم دنبال همون ضرب بگردیم. چیزای این 60 که در واقع برابر ثانیه، یک ثانیه که ضرب قلب همه میگن، این میشه ریفرانس اصلیمون و وقتی که اینو بنویسیم میدونیم که تخصصیه که اوکی 60 قرار است که این در واقع خیلی استاتیک باشه و هر کسی که میپرسه نوازنده میتونه براتون 60 درجا پیدا بکنه، رهبر ارکستر درجا میتونه براتون با 60 رهبری بکنه، ولی 50 ناخ دیگه میشه یه کسی یخته بخنده. اینا باید خیلی مراقبت بکنی که دقیق بنویسید. آره، یعنی در اولین قدم من داشتم میرسیدم، در اولین قدم برای اینکه پارتیتور یه خورده حرفه‌ای باشه اون تمپو مارکینگ تو واقعا بر جز از تمپوی استاندارد برداری، مثلا 60 یا حالا هر چیزی، و باید توی کتاب تئوری یا توی ویکی‌پدیا یا هر جا مثلا بزن که تمپو مارکینگ ها کدوم هست مثلا، و یه سری عدد استاندارد وجود داره از اونا استفاده کن، مگر اینکه واقعا 59 رو تو با یک روش لوگاریتمی بهش رسیدی که البته فکر نمی کنم چون که بعدش با تمپوت خیلی تغییر دیگه ای نداشته. پس لطفا این دوتا رو درست کن. بعد هم یک چیزی که هم به کار شما ربط داره هم به کار الان میگم من ببخشید چون آلزایمر دارم اسم رو یادم نمیاد، حامد، هم به کار شما هم به کار حامد میتونه مربوط باشه، اینه که شما علاوه بر ساز خودتون
و سازی که دارین براش می نویسین باید وقتی که یه کار یه خورده تجربی تر میخوای انجام بدی باید ببینی که مثلا قبل از من آیا آهنگسازی این تکنیکی که با شست روی ساز ضربه بخوره، بالای ساز، پایین ساز، نمیدونم پایین سیمه، این ور سیمه، جاهای مختلف سیمه استفاده شده یا نشده و آیا براش نوتاسیون استانداردی وجود داره یا نداره. و در این صورت وقتی که یک کوچولو یعنی باید تحقیق بکنی در مورد نوتاسیون هر قطعه که میخوای بنویسی و وقتی که این کار را انجام بدی شاید پارتیتورت مفهوم تر باشه برای کسی که میخواد بخونتش و دیگه لازم نباشه شما بیای دونه دونه توضیح بدی که این سه‌ای که نوشتم یعنی که با دست چپ مثلا بزن روی دسته ساز اون صرف یعنی این یعنی این. چون که از یه سری نشانه های استاندارد داری استفاده میکنی. مثلا من میدونم که روی گیتار کلاسیک فکر میکنم گالوپه اسمش که با انگشتری زیر سیم ها ضربه میزنن، جزو چیزای خیلی استاندارد گیتار فلامینکو گالوپ به نظرم اگه اشتباه نکنم، نمیدونم اسمش چی. یا اگر که مثلا بخوای نری تو دنبال نوتاسیونی که برای مثلا چیز نوشته شده، گیتار فلامینکو نوشته شده، مثلا ببینی که چون سازت باید ببینی که مثلا این سازی که من دارم از چه خانواده ساز زهی زخمه ای، حالا ستاره، ولی تو این گروه خانواده چه سازهای دیگه هستن، گیتار وجود داره، گیتار کلاسیک نایلون و صدها قطعه مدرن و معاصر با کلی تکنیک های پیچیده، خیلی 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 پیچیده، خیلی کمپلکس، بافت های خیلی پیچیده با تکنیک های مختلف، یعنی با پرکاشن، با دست چپ اینجوری سیمو بکنی که صداش در بیاد یا ضربه بزنی که صداش در بیاد و همون لحظه که داری با دست چپ این کار میکنی با دست راست مثلا ریتمی میگیری رو نقطه های مختلف ساز. شاید بد نباشه که یه خورده توی مثلا قطعات که برای گیتار کلاسیکی که رویکرد مدرن داره این تکنیک هایی که شما میخوای تو قطعات استفاده کنی نوشته شده تو اونها یه خورده دقت بکنی، یه خورده بری بچرخی توی یوتیوب نگاه بکنی ببینی چه جوریه. مطمئنن خیلی شکل‌های آسون‌تری برای نوتاسیون قطعات پیدا خواهی کرد و شاید اگر که این کارو بکنی اون وقت لازم نباشه که سه تا خط برای قطعات بنویسی، شاید حتی روی یک خط بتونی همش رو بنویسی یا شاید ماکسیموم دو تا خط فقط لازم داشته باشی، یکیش برای ریتمت، یکی دیگه روی خط معمولی که نوت ها رو می‌نویسی برای این میشه یک بخش خیلی طولانی حرف زدن، ببخشید، در مورد این مسئله که شاید واقعا بد نباشه که یه نگاهی بندازی و پارتیتورت راحت تر میشه، خواناتر میشه، قابل فهم تر میشه. آره قابل فهم. و یک سوال دیگه ازت دارم، به چه دلیل تو فقط سه تا نوت انتخاب کردی؟ سول، لا بمول، سی؟ این سه تا نوت بود؟ بله دلیل اینی شروع کردم به زدن و این سه تا نوت یعنی بیشتر انگار نخواست که بره نوت بیشتری بخواد. اوکی. چون که من یه سوال دیگه در واقع داشتم، چون که خب الان خیلی حرفمون تکنیکال بوده، خیلی هم سنگین شده، ولی یه چیزی هستش اینجا که من ندارم، عین این نقطه ها که تو عنوان قطعتون هستن. کارتون چرا می نویسید؟ چرا این قطعه را می نویسید؟ دلیل نوشتن این کار براتون چیه؟ چون که فعلا تنها توضیحی بود که من چون که ستار میزنم پس برای ستار مینویسم، این کم ریخته،
یعنی مثلا چیزی تو صدای ستار براتون جذابه، اگر خرک انتخاب کردیم، بدن ساز انتخاب کردیم و این دوتا نات، شاید مثلا یه حسیت ها را میخواییم بچینیم، یا شاید در واقع براتون نویز چوبی از تو این ساز و همه ریورب ها که دور و بر سیم اتفاق بیافته مهم بود. یعنی یک فضای خیلی اینتیمت بسته، خیلی نزدیک به خودتون میخواستین بسازین، که بعدش مثلا یه میکروفون برمیدارین و اونجا یه ریورب کاری به وجود میارن که میخواین بچینین. یعنی همیشه از اول باید فکر بکنیم برای چی این کار رو انجام میدیم، چون که بعدش یه چیزی کم داریم. به نظر من این کارتون میتونه خیلی پتانسیل زیادی داشته باشه، فقط باید خودتون تصمیم بگیریم برای چی این کار رو میکنیم. میرم سینما، چرا؟ میخوام فیلم ببینم. کتاب میخونم، چرا؟ میخوام چیزی یاد بگیرم. میرم سرمونی، چرا؟ میخوام که مون سبز بشه. هر دلیلی، چرا دارم کار برای ستار مینویسم؟ میخوام دنیای خاص براش بسازم و این دنیای منه که من از همون ساز دارم میشنوم. خیلی دلم میخواد که شما همینجوری برای من میتونین مثلا جواب بدین، نمیدونم الان میتونین یا نه، ولی تو آینده، که چرا من این کار رو دارم انجام میدم، چی برام جذابه که من اینقدر مهمه برای من که من اینو بنویسم که بعدش یه آقایی بزنه، خانومی بزنه و آدم ها بشنون. باید به خاطر این باشه که کم، یعنی مقامی خوشحاد خیلی دنبال نگشن، ولی کم شنیدم که از این قسمت های ساز شروع بشه استفاده کردن. بیشتر میگم وقتی تکنوازی ستاره شدن، خب مفرس همون بود نهایتا، میگم یه ضربه مثلا به ساز داده بشه، ولی مثلا خیلی کم از استفاده از خرک، یا خیلی میگم خیلی قشنگ بدنه ساز رو جز پارتش قرار بده، نه اینکه حالا مثلا یه زیگو زرده. شاید به خاطر این باشه که انتخاب کردم که این کار، نمیدونم حالا دلیل بهتر شد. خیلی جالبه که امروز من و مارتینا صبح رفته بودیم استدیو و از استدیو تا خونمون نزدیک نیم ساعت 40 دقیقه پیاده راه، و رفتیم اونجا یه کاری داشتیم میکردیم و یه چیزی باید ضبط میکردیم و برگشتیم. تو راه که داشتیم برمیگشتیم، صحبت این بودش که چرا آهنگسازهای ایرانی، اونایی که از ساز ایرانی استفاده میکنن تو کاراشون، موفق هستن یا موفق نیستن، و چه رویکردهایی اصولا آهنگسازهای ایرانی دارن در موقع استفاده از ساز ایرانی در آثارشون. من اگر که بخوام دو تا مثلا بگم که چند کاتگوری میشه بگیم که مثلا از آهنگساز میشه استفاده کرد، که فقط شما مثلا تو ذهنتون داشته باشین که بچه‌ای که قبلا، بچه‌ها که نمیدونن، اساتیدی که قبلا کار کردن، با چه رویکردهایی به ساز نزدیک شدن و چی کار کردن که بتونین ادامه بدین. یکی از رویکردها، یه قطعه خیلی جالب دوست هممون ارسلان آبدیان، یه قطعه اجرا کرده، فکر میکنم 3 سال پیش و 2 سال پیش تو آلمان، برای سنتور و البته الکترونیک، یعنی سنتوره و الکترونیک و یه سری حالا بخش الکترونیک. اسمش اتوپسی. اتوپسی. اتوپسی میدونی چیه؟ اینکه اسم فارسی که نمیدونی، مشکلش اینه. اینکه جسد داریم تشریح. و چیز میرن تشریح. تشریح جسد. اسم قطعش از تشریح جسد، اتوپسی، و یک سنتور رو گذاشته و ازش صداها رو در آورده، و خیلی از نظر مثلا بخوایم صحبت بکنیم از نظر استاتیکی، میشه گفت خیلی دیکنستراکتیو به ساز ایرانی برخورد کرده، برای اینکه طبیعتا منظورش این نبوده که از ساز صدای ساز ایرانی در بیاره، با این ساز خیلی سابجکتیو برخورد کرده که مثلا یه سری صدا از توش در آورده، و طبیعتا الان اگه کاتگوری بندی بخوایم بکنیم صداهایی که از توش در آورده، خب تعداد
آبژه های صدایی که از تو این ساعت برای این قطعه استفاده کرده خیلی زیاده طبیعتاً، چون آمپلیفیکیشن داره، میکروفون داره، الکترونیک داره وره. ولی خب شما این میشه یک رویکرد. رویکرد دیگه اینه که مثلا روش خیلی قدیمی ترش اینه که از خیلی وقت پیش آقای مشایخی، علیرضا مشایخی تو آثارش استفاده میکنه از سازهای ایرانی در برابر سازهای فرنگی، یا حالا برای ساز سوله ایرانی می‌نویسه. شاید بد نباشه که یه خورده مثلا نگاه بکنی به این که ببینی چه رویکردهای دیگه‌ای آهنگسازهای ایرانی با ساز ایرانی کردن، و بهتره که رویکردت، یعنی بهتره که دنبال بکنی کسایی که خودشون نوازنده ساز ایرانی نبودن، چون که اگر که خودت نوازنده ساز ایرانی باشی، ما ایرانی ها یک تقدسی برای سازهامون قائلیم که یه خورده میترسیم که یک سری رفتار نامتعارف باش انجام بدیم. یعنی همین کاری که شما کردی الان، استادتون کی؟ آقای بهرامیه یا کیه؟ احتمالا با لنگ کفش کتکت میزنی که چرا با ساز اینجوری داری برخورد میکنی، با ستار چرا نمیشینی مثلا بچه جان مثل آدم ردیفتو بزنی، چه کاریه که میکنی؟ و همین این در حقیقت روی کردی که خیلی تقدسوار نسبت به ساز، باعث شده خب یه خورده آدم ها با ترس وارد این دنیا میشن. خیلی جذابه، خیلی خیلی جالبه که تو خودت نوازنده این سازی و انقدر باز داری بهش نگاه میکنی، دنبال یک سری صدای جدیدی هستی، دنبال یک سری رنگ جدیدی، دنبال یک سری تکنیک جدید هستی و خیلی خیلی قابل احترامه. ولی باید یه خورده این ترسیم رو بگیری که، یعنی مثلا میگم خیلی دیکنستراکتیو میخوای نگاه بکنی که دیگه این ساز رو دیگه تو به عنوان ستار باهاش برخورد نمی کنی، به عنوان یک آبژه‌ای برخورد میکنی که از توش یه سری صدا میتونی در بیاری. دیگه در این صورت ستار نیست، یک تیکه چوبه که این بالای کاسه ای داره که رزونانس داره و سه تا سیم داره که نقطه های مختلف این سیما رو بزنی، یه سری صدای مختلف میده با حالا نوت با فرکانس خاص یا بدون فرکانس خاص، هارمونیک یا غیر هارمونیک، نویز یا پیچ یا هر چیز. ولی خب الان میدونیم که تا تصمیمت رو گرفتی که روی کردت با این ساز و این قطعه چطور هستش، میدونیم که میخوای از نوت استفاده بکنی و از یه سری افکت های دیگه که مثل ضربه زن، افکت های پرکاسیف، یعنی خیلی پرکاشنی، کوبه ای. فکر میکنم، یعنی الان دوباره من خیلی طولانی حرف زدم، خیلی بی ربط و قطعت مستقیما به قطعت ربط نداشت، شاید برای قطعات بعدی بهش فکر بکنی، ولی شاید در آخر بد نباشه که یکی دو تا قطعه مثلا گیتار کلاسیک نگاه بکنی، گیتار حتی کلاسیک، نه لزوما گیتار مدرن یا آوانگارد که نوشته شده، و ببینی که چون که مثلا ما توی نوت هایی که برای ستار هستش و ما از روش ستار رو یاد میگیریم، چه دفتره مشق که آقای زلفانون و آقای علیزاده و اینا نوشتن، چه ردیف، چه هر چیزی، خیلی برخورد ساده شده با ساز ستار و نوتاسیونش، در صورتی که اینطور نیستش، خیلی پیچیده تر میشه نوتو نوشت. و شما چون نوازنده ستاری و ولی میگه پیانو هم میزنی، شاید مثلا بد نباشه که یه خورده پارتیتورهای گیتار رو نگاه بکنی که ببینی برای سازی که اینجوری میشه گرفتش و زدش و یه سری حالا افکت های دیگه و ستاسیم داره، چه جوری میتونی یک سری چیزای خیلی پیچیده رو براش نوت بکنی بدون اینکه احتیاج باشه از سه تا خط مختلف استفاده بکنی. شاید واقعا میگم در آخر با یه دونه خط بنویسی تمام قطعت رو. خب بستگی داره واقعا چی میخوان استفاده بکنین، چون که اگر از یه افکت های پرکاسیو میخوان هم استفاده بکنین، احتمالاً احتیاج به یک خط دارین که اونجا هر چیزی که به طرف کوبه‌ایه اونجا نوشته بشه، ولی وقتی که دست نوشتن برای صدای پیچ شده باز بشه براتون، اون موقع میتونید این دوتا سیستم در کنار داشته باشین که اینجا یه چیزی اینجوریه، بعدش یه بوم 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 بوم، یعنی
میتونیم با دو تا دستتون کنترل دو تا خط داشته باشیم کامل. اون موقع همینجوری برای ویولون نوشتنه، فقط ویولون اینجوری داریم نگهداری میکنیم، ولی هم معمولا یه جوریه که ما میتونیم با دست، هر دستی در واقع برنامه ریزی خودتون با عنوان آهنگساز یا از بدن ساز استفاده بکنیم یا از سیم همون ساز استفاده بکنیم و برنامه ریزی با چه روشی این کار را بکنیم، با عرشه، با انگشت، با ناخون، با هر چیزی دیگه مال شماست. حالا سه وقتی که پارتیتورهای دیگر رو نگاه بکنی و میبینی که چطور پیچیده تر میتونیم موزیک بنویسیم، آنالوژی برای ستار، اون موقع خیلی راحت میتونیم فکراتون رو کاغذ بذاریم، چون که مطمئن هستیم هر دومون که احتمالاً پتانسیال وقتی که داریم ایمپرووایز میکنیم بداهه میزنیم خیلی زیاده، ولی بعدش به یک دیوار میرسیم فکر کنیم آخ الان چطور من اینو بنویسم، نه احتمالاً خیلی زیاده تایم ها اینجوریه. خب ما یه روش هایی داریم که انقدر به پارتیتورهای مختلف استادی بکنیم که یاد بگیریم یا از استاندارد برداریم استفاده بکنیم یا خودمون اختراع بکنیم یه علامتی یا همه چیز که یا اون کاری که همیشه کار بکنه توضیحی بنویسیم تو پارتیتور که من مثلا الان تو این ساز با این ماله خیلی نرم مال ویبرافون میخوام بین سیم آ تا سیم دو مثلا این کار رو بکنم و بعدش علامتی که حرکتم باید افقی باشه یا یه جور دیگه ای باشه. یعنی انقدر دقیق توضیح بدن که نوازنده که من باش آشنا نیستم و این پارتیتور رو بگیره در جا میدونه اها من این کار رو باید بکنم. و به خصوص نوازنده های ستار دیگر که میدونید هر یکی میتونه الان بهتون یه چند تا سوال بکنه و اگه اینا که نمیشه، اینا چطور نوشتیم الان، و میدونی حرف بدتر نمیخوام بکنم، امروز خیلی زیاد حرف بد زدم. حالا سه باورتون میشه که چطور با نوازنده دیگه که قرار بشه نوازنده کار شما باشه میتونه زندگی سخت باشه. حالا سه اگر میخواین خودتون رو راحت بکنیم و یه جوری درست کنیم که قطعتون بعدش بمونه و استاندارد بشه، حتی انقدر دقیق بنویسیش که هیچ کس حرفی نداره، مگه دیگه نه دیگه فهمیدم آها شما اینطور خواستیم بکنیم، یه پیشنهاد کامل. چون که همون صحبتمون در واقع با کار حامد بود در واقع در باره همه کتاب ها که ما از صفر یه چیزی را مشخص میکنیم که بعدش ثبت میشه تو تاریخ موسیقی. دیگه کار آهنگساز به خصوص آهنگسازی که در این دوره داره زندگی میکنه هیچ کار ساده ای نیست، چون بحث قرنها صده ها پشت سر هست که باید اونا رو مطالعه بکنه، بعد حالا دوران قبل از تاریخ اصلا بماند و حالا چیزهایی که در حال حاضر داره به سرعت ثانیه داره اتفاق میفته. خیلی کار واقعا آهنگساز مدرن خیلی سخت تر از همیشه است به نظر و به خصوص برای ایرانی ها که این در واقع استایل موسیقی معاصر سمت غرب، موسیقی غرب انقدر دیر وارد ایران شده که مثلا تو لهستان از قرن 14 هم موسیقی همینجوری شروع کرده ثبت شدن و پیشرفت کردن، کلی 600 سال داشتیم، الان شما بیچاره با 150 سال داریم می جنگیم که به لول قرن خواب بپرین جلو و تو سطح بین المللی باشیم. یعنی می دونیم هممون که خیلی کار سختیه الان یاد گرفتن همه چیز، چک کردن این هزاران تا میلیون پارتیتور که وجود داره و پیدا کردن راه خودتون با عنوان آهنگساز، هممون هنوز داریم می جنگیم باهاش. اما یک چیزی هم که هست به خصوص تو بچه های ایرانی و توی این جمع که من به خصوص دارم میبینم، ما الان به خصوص تو شرایطی هستیم که دسترسی به هیچی نداریم، همینجوری تو شرایط عادی ما تو ایران دسترسی به هیچی نداریم. همین کلاس که الان بچه ها دارن میان با آنتی پروکسی دارن میان، بعد
توی این شرایط بچه ها همون محدودیت ها باعث میشه یهو یک ایده هایی توی ذهن بیاد که شاید توی شرایطی که وقتی آدم امکاناتو داره رخ نمیده. من خودم وقتی راستشو بگم واسه بچه ها گفتم که خب حالا اینا چجوری میخوان اجرا کنم، باید واسه وسایل داخل خانه بنویسن، والا اگه خود من بودم خیلی کارم سخت بود، ولی دیدم بچه ها واقعا ایده هایی آوردن، یه سریشون که بعد اصلا جمع میکردیم این ایده رو یه خورده کم بکن، هی ایده هی تبلور میشد همینجور، خیلی اتفاقات جالبی داره میفته. حالا من فکر کنم الان یه دورانیه که به خصوص بین بچه های ایران داره یه جوره یه رنسانسی رخ میده، چون الان دسترسی به اینترنت خیلی بهتر از قبل شده و الان بچه ها با یه دنیای مواجه میشن که خودشون هم از درونن به یه جاهایی رسیدن. حالا همین که کتاب ها خیلی بیشتر شده، ترجمه ها خیلی بیشتر شده، زمان ما حالا آیدین بگفتیم ما ارتباط نداشتیم، ما اصلا کتاب نداشتیم، هیچی نبود، هیچی نبود. یعنی تنها کتابی که چند تا دونه کتاب بود، البته اینا همش مثلا مربوط میشد به کتابای چون مثلا فوگ نویسی و این چیزا که حالا اون آدم یاد میگیره، ولی در مورد موسیقی جدید برای نوتاسیون، برای اینکه اسم چهار تا آهنگساز به غیر از اون تاپ 10 باخ و بتوون و موزارت و کوفت و اینا مثلا آدم چهار تا دونه اسم جدید بخوایم یاد بگیریم، هیچی نبود. اینترنت از سال 2000 مثلا، از 20 سال پیش اینترنت ماها دسترسی داشتیم با پی سی و مودم افتضاح و اینترنت سوپر کند، ولی توی اینترنت چیزی وجود نداشت، یعنی ما وصل می‌شدیم ولی می‌رفتیم تو یاهو اخبار رو می‌خوندیم، یعنی چیزی نبودش که مثلا بگی ویکی‌پدیا باشه یا سایتایی باشه که مثلا چه می‌دونم الان یه سایتی هست به اسم آکادمیا، نمیدونم عضوش هستین نیستین، اصلا شما یه خورده انگلیسیتون خوب باشه، آوا که مشکل نداره، بقیه بچه ها انگلیسیتون رو قوی بکنین، برین تو اون سایت آکادمیا بگردین، بی نهایت مقاله وجود داره، چیزهای مختلف در مورد آهنگسازی، در مورد همه چیز وجود داره. حالا اگر حوصله ندارین برین تو آکادمیا بچرخین، برین تو یوتیوب این پارتیتورهایی که ویدیوهایی که با پارتیتور هستش اینا رو بردارین پخش بکنین. مثلا من یادمه هزار بار گفتم، انقدر گفتم مارتینا دیگه حوصله‌اش سر رفته، که من مثلا 15-16 سال پیش خیلی اتفاقی خواهر من آلمان درس میخوند، بعد دانشکده‌شون یه سری پارتیتور رو که مثلا دانشکده ها نمیخوان میذارن دم در، میگه اگه کسی میخواید اینو برداره ببره. این خیلی اتفاقی، یه دونه پارتیتور از گریزه برداشته بود، یه دونه پارتیتور از جانکج، و اینو پست کرد برای من و من این پارتیتور گریزه رو گوش میکردم و هی عجیب بود برای، میخواستم بفهمم این چیه، و پیش هر کس میرفتم گفتم آقا یکی تو رو خدا اینو برای من معنی کنه، این چی، چرا اینجوری صدا میده، یکی توضیح بده، و هیچ کس نبود توضیح بده، تا اینکه مثلا 7-8 سال بعدش من خیلی اتفاقی فهمیدم اسم کاری که این میکنه آهنگسازی اسپکترال، تکنیکش اینجوریه، رویکردش اینجوریه، و و و و و. یعنی ما واقعا هیچ امکاناتی نداشتیم توی ایران. الان من میدونم اوضاع اقتصادی وحشتناکه، اوضاع اجتماعی وحشتناکه، اوضاع سیاسی وحشتناکه. ما خودمون تا یک سال پیش تهران زندگی میکردیم، ولی الان به خاطر کار مهاجرت کردیم اومدیم نروژ. ولی هم همون زمان وحشتناک شروع میشد. ولی آره، یعنی ما حس میکردیم. حس میکنیم. سخته. میدونیم، یعنی این نیستش که نمیدونیم و مثلاً در یک جای مثلا خیلی راحتی زندگی میکنه، همه این مسائل رو میدونیم، ولی این رو باید دوباره تکرار بکنیم براتون، شما یادتون نره که امکاناتی که الان زیر دستتون هستش، کامپیوتری که دارین، تلفنی که دارین، که همون پروکسی که توش میخری میتونی بری تو یوتیوب بچرخی، این چیزیه که ماها نداشتیم، این چیزیه که نسل قبل‌تر از ما هم نداشته تو ایران. ما کتابخونه اصلا معنی نه، کتابخونه که پارتیتور توش اصلا هنوز وجود نداره تو ایران، ماکسیموم چیزی که هستش 4 تا دونه سمفونی مزخرف دوره کلاسیک و رومانتیکه. میگم سمفونی مزخرف فرهنگ که اونا نه با فرهنگ ما ربطی داره، نه با فرهنگ شنیداریمون، نه با فرهنگ
اجتماعیمون به هیچیمون ربطی نداره. عالیه موزارت، بله خداست، ولی به من ایرانی ربطی نداره. موزارت مال آلمانی است. من ایرانی باید یک چیز دیگه پیدا کنم. شماها هممون همینطور. مارتینا لهستانی چیز دیگه پیدا کن. یه چیزی که مارتینا میگفت در مورد آهنگسازی، در لهستان 600 سال، بیشتر 600 سال تاریخ آهنگسازی وجود داره. یعنی مارتینا میتونه بگه من شاگرد این آقا بودم که شاگرد این بوده که شاگرد این بوده که شاگرد این بوده که 600 سال بره عقب. ولی ما تو ایران ماکسیمم 130 ساله، 120 ساله که آهنگساز داریم، شغل به عنوان آهنگساز داریم. و آهنگسازهای نسل اول ما هنوز زندن و تو ایرانن. شما میتونید برید سراغ این آدم‌ها. و اینا این چیزیه که هیچ کس به من نگفت. تا الان هستن چون که سنشون میره بالا. سنشون بالاست. هستن ولی. باید رفت پیششون یاد گرفت از کسایی که هستن. و باز مثلا باز پیشنهادیه که من خودم تو طول خیلی طولانی بهش رسیدم که شما الان هر چهارتاتون گفتین پیانو میزنید. به غیر از شهردان که ستار هم میزنه، ولی با پیانو چیا میزنی؟ این خیلی مهمه. این خیلی مهمه. چی میزنی با پیانو؟ اگه مثلا اسکارلاتی میزنی، شما به عنوان آهنگساز چیز دیگری باید با پیانو بزنی که یک پیانیست میزنه. اسکارلاتی به درد من و تو آهنگساز نمیخوره، به درد ماها بارتوک میخوره. پاشین بین همتون همین الان دنیای کوچک بارتوک میکروکاسموس 6 جلد بخرین، از درس یک شروع کنی زدن، تاتی تاتی اینجوری بزنی، در درس دو تا انگوش اینجوری، بعدش سه تا چهار تا انگوش اینجوری مثل خرچنگ، بعد دیگه 10 تا انگوش، بعد قطعات سوپر ویرتوزیک. آره من چیزی اضافه بکنم، مثلا ساز من اصلی من تو مدرسه هم پیانو بود و من عاشق پیدا کردن نوت‌های جدید بودم. همیشه دنبال میکردن چیزی جدید و بعضی وقتا فرقی نمیکرد آیا به طرف موسیقی پاپ باشه یا هم رومانتیک کلاسیک امپرسیونیزم قرن بیستم یا معاصره. هم جوری که داشتم پیدا میکردم در زمان سعی کردم مثلا یه مقدارش بزنم رو پیانو و اتفاقی هم پارتیتور خونیم خیلی خفن شد در جا، ولی هم داشتم یاد میگرفتم. الان این اینجوریه، الان اون یکی اونجوریه. مثلا همینجوری عاشق کارهای توری ایموس شدم. نمیدونم میشناسین یا نه، توری ایموس یک خواننده آمریکاییه که مثلا بخشای پیانوش چی میشه گفت؟ نه امبینت آوانگارد، نه امبینت مثلا میشه گفت امبینتیه. آره خیلی خیلی کاراش باحاله و وقتی که ببینیم پارتیتوراش که چاپ شدن از آلبوم‌های مختلف، خب این واقعا بلده چطور ساز بزنه و یه دنیای خاصی با پیانو زدن برای خودش درست کرده. حتی تو موسیقی پاپولار میتونی آدم‌های این شکلی پیدا کنی و از طرف دیگه بعدش هی استادی بکنیم ببینیم تو قرن بیستم انقدر تعداد نوازنده و آهنگساز زیاد شده، یعنی نمیشه شمرد. ما وقتی که نگاه کنیم به کتاب تاریخ موسیقی کلی دنیا، مثلا این فصل درباره کلاسیک مثلا چند تا آدم توش معرفی میکنه، انگار تو 50 صفحه مثلا کلی چیزاشون رو بچینه، ولی الان اصلا امکان نداره که ما درباره همه آدم ها که الان دارن می نویسن جمعشون بکنیم تو حتی 1000 صفحه. نمیشه. خود آهنگسازای ایرانی که الان من فقط ریسرچ انجام میدم درباره آهنگسازایی که اکثرشون کار میکنن با موسیقی الکتروآکوستیک و مثلا یه ریسرچ خیلی سفت و سختی کردن که تو 40 صفحه فقط تو انقلاب رسیدم بنویسم کارهای مختلف، ولی الان مشکل دارم چون که نسل جوون آهنگسازای ایرانی اصلا نمیتونم با هم معرفی بکنم و میدونید چجوریه وقتی که درباره ایرانی ها حرف بزنیم بعدش اون یکی به من با انگوش نشون بده که من اسمتون رو نیاوردم و الان چی؟ من عوضیم یا چیزی؟ یه اتفاق دیگه افتاده یا
یعنی نه من امکان ندارم چون که اون موقع باید فکر کنم تو 50 سالگی فقط این کتابو بنویسم و همش اضافه بشه چون که همیشه یک آرتیست یا آهنگساز جدید کشف بشه، یعنی نمیشه آخر سر. من تو یه جایی میتونم بنویسم که تاریخ آهنگسازای الکتروآکوستیک ایرانو جمع بکنم، ولی از یک جایی میگم خب بازه، خودتون دنبال کنید، خودتون پیدا کنید، چون که الان تعدادشون بیشتر از 100 تا آدم شده. نشدنیه من همشو بنویسم. پول به من که نمیدون که این بارو فقط تازه این فقط پیدا کردنشونه و تازه آره واقعا آشنا شدن با هر کدوم از اینها خیلی سخت واقعا. و بعدش خودم تعجب میکنم که چرا من اسمشونو نشنیدم، مثلا چون که یک آدم تو نیوزیلند کار میکنه، یک آقای دیگه تو یک دانشگاه خیلی خاص تو آمریکا کار میکنه که مثلا حدود تایم انقلاب خانوادهشون رفته بیرون از ایران، ولی بعدش همزمان یک آدم دیگه توی ایران پیدا میکنی که هم مخفیانه تو جای خودش داره کار میزنه. یعنی یکویی وقتی که میبینین اینترنت انقدر مفیده، میتونیم با همه این آدم ها در رابطه باشیم و ببینین کارشون چیه، موسیقیشون چجوریه. خوشتون بیاد یادداشت میکنی، میتونی حتی در تماس باشین. خوشتون نمیاد، این همه کارها که ما میکنیم دیگه فراموش میکنیم آخر سر. نه اتفاقا یه موقعی هست که آدم یه چیزی رو خوشش نمیاد و خودش رو وادار میکنه که اون کار رو بشنوه و بعد از دفعه دهم اتفاقا عاشقش میشه. اون که 100%، اون که 100%. من اصلا چیزایی که دوست دارم رو گوش نمیکنم، برای اینکه آهنگسازایی که دوست دارم خب شنیدم دیگه. الان من نزدیک 40 سالمه، 30 ساله دارم موزیک کار میکنم دیگه، همه کارهای مثلا چون آهنگسازای مورد علاقه‌مو حفظم دیگه، احمقانه است اونا رو گوش کنم دیگه. اونا رو اصلا برای خودم ممنوع کردم گوش کردنش که برم یه چیزای جدیدتری بشنوم، چون که تا اگه بخوای هی مثلا میخ بشی به اون چیزی که بلدی و ذائقت، هیچ وقت ذائقه تغییر نمیکنه، هیچ وقت پیشرفت نمیکنه، هیچ وقت این عادت شنیداری جدید نمیشه، هیچ وقت اون کتابخانه ذهنی که ماها داریم از فیگورهای ریتمیک، فیگورهای ملودیک، فیگورهای هارمونیک، همه این چیزا هیچ وقت به روز نمیشه تو ذهنمون. همش اون چیزایی که بلدیم هی همونا هی تکرار میشه برام. خلاصه که آهنگسازی کردن خیلی آهنگساز بودن آهنگسازی کردن کار خیلی سخت نیسته، چون باید یه سری اگر که بخوای مثلا ماسمالی بکنی و پیش بره میشه انجام داد، ولی برای اینکه آهنگساز خوبی باشی و آهنگسازی خوبی انجام بدی این خیلی کار سخته. باید هر لحظه خودت رو دانشجو بدونی، نه اینکه دانشجوی مثلا بری بعد بری سر کلاس کارت بزنی حاضر غایب، پویا باشی، باید دنبال دانش باشی، پژوهشگر باشی. آره و به خصوص الان اینو باید خیلی بلند بگیم چون که اینجا یک آدمی داریم که 15 سالشه و کلی زندگی جلاشه که واقعا کار سختیه، ولی نباید ول بکنیم، باید همینجوری برین جلو. ما هممون میدونیم یه موقع‌های خیلی سختی هستن که ما نه سفارش کار داریم نه امید برای دانشجو پیدا کردن داریم. موقع هایی هستن که مثلا وزن مالیمون خیلی میره رو پایان چون که دیگه هیچ اتفاقی نمیافته، ولی باز ما ادامه میدیم، باز سعی بکنیم کار جدید بنویسیم یا مثلا نوازنده برای کار جدید پیدا بکنیم و بریم جلو. خلاصه این داستانیه که پایان نداره و باید آماده باشیم که اگر میخواییم اونجا تو این دنیا بچرخیم همش یک زد زحمته. بله نسیم خودش میدونه دیگه، چون که باید همش دنبال راه جدید بگرده، همش باید یک کار جدید بنویسه و با نوازنده ها صحبت بکنه که کارش هم بزنن این همه ما، و بین همه این کارا هم برای شما درس بده که معرفی بکنه از صفر تکنیکال که چجوری باید کار بکنیم، از طرف دیگه ما با عنوان آدم چجوری باید خودمون رو نگهداری بکنیم که تو این دنیا زنده بمونیم. خیلی ساده بانه. بله بله. و بعدش راه مختلف داریم، بریم سراغ کلاسیک و فرمایید بریم سراغ موسیقی خیلی معاصر، اینم راهشه.
ولی الان دنیا انقدر باز شد برامون که میتونیم برین آهنگساز موسیقی تئاتر باشیم، فقط میتونیم فقط موسیقی فیلم بنویسیم، میتونیم فقط موسیقی الکترونیک و الکتروآکوستیک بنویسید. یعنی کلی راه باز شده، یعنی این شغل آهنگساز که قبلا فقط آهنگساز مشخص بود که چیه، الان یه چند تا مسیر همزمان داره باز میکنه برای آدم. آخر سر چیزی که شما دوست دارین بکنین علاقه شماست. من فکر همه فکر کردن که من آهنگساز فیلم بشم، ولی من از یک زمان تینیجری که وارد دنیای موسیقی معاصر شدم عاشق این موسیقی شدم و خودم رو پیدا کردم اونجا. میدونستم که این صدا رو میخوام بشنوم. شاید برای یکی از شما همینجوری باشه، ولی شاید یکی از شما خیلی علاقه به کارهای چیدمان تئاتری داشته باشه و مثلا حسش و نگاهش به موسیقی خیلی خوب باشه برای وصل کردن با موومان. اون موقع میدونین که تمرکزتون رو بیشتر رو این بزنین. شاید حتی با یک کارگردان تئاتر میتونین در رابطه باشین، شاید درباره تاریخ تئاتر و درباره فکر کردن درباره تئاتر بخونین، آپدیت کنین خودتون رو که ببینین چی جدید میتونین اونجا درست کنین. اینم برای خودش خیلی ژانر گنده ایه. مثلا من آشنایی ندارم خیلی، ولی کلی دوستای آهنگساز دارم که متخصصشون نوشتن برای تئاتر. اونجوری هم فکر بکنید. و چون که تئاتر خیلی معروفه تو ایران و باز مجوز گرفتن راحت داره، یادتون نره که اونجا بیشتر میتونیم بکنیم حتی از تو اجرای موسیقی. این که نقطه تلخ، ولی برای همه که ساکن ایران الان هستن و میخوان کار کنن باید اینا بگن. آره، بعد باز حالا از نظر تاریخی هم اگر که بخوایم نگاه بکنیم، همه دنیا همیشه خیلی گل و بلبل نبوده. مثلا میدونیم از نظر تاریخی این مشکلاتی که شما الان میگین و هممون درگیرش هستیم که نمیگین که من قطعه که دارم مینویسم معلوم نیست کی بزنتش، چرا بزنتش، کجا بزنتش. طبیعتا اگر که مثلا قطعه آوا احتمالا اجرا کردنش سختره به دلیل اینکه دو تا پیانو لازم داره و دو تا پیانیست احتیاج داره. یعنی پیانیست پیدا کردن مشکلی نیست، ولی دو تا پیانو روی یک صحنه، دو تا پیانو روی یک صحنه چیز سخته. ولی اگر که ما یه خود استراتژیک فکر بکنیم، یعنی مثلا بیایم برای همدیگه کاری که شماها دارین میکنین دیگه، در حقیقت توضیحی که نسیم به من دادش اول این بودش که شماها دارین یه چیزایی می‌نویسین که خودتون بتونین اجرا کنین یا با همدیگه اجراش بکنین، یا مثلا چه میدونم من چی می‌نویسم آواز ضبطش کنه میفرسته بعدن کلاژش کنین. یعنی همه اینها استراتژی‌هاییه که باعث میشه که شما موفق باشین. طبیعتا همه ماها دوست داریم در لحظه‌ای که تصمیم میگیریم که آهنگساز باشیم، هممون دوست داریم موزیک سمفونیک بنویسیم و توی مثلا بزرگترین تالار شهرمون اجرا بشه. ولی اینکه تا به اون نقطه برسیم کلی باید کارهای دیگه بکنیم. یک مهمترین کار اینه که چیزایی که دم دستمون هستش انجام بدیم. الان تکنولوژی، همه ماها تکنولوژی داریم. شما برای ساختن ویدیو آرت دیگه لازم نیست بری یک دوربین اجاره کنی، نمیدونم چقدر یک چیز انقدی. همه ماها با همین موبایلی که داریم میتونیم ویدیو آرت تولید بکنیم، صدا رو ضبط بکنیم با همین میکروفون مزخرفش، فیلمش رو ضبط کنیم بذاریم تو با یه اپلیکیشن دانلود کنیم تو همین ویدیو آرت درست کنیم بذاریم تو اینستاگرام. این لازم نیست حتما خیلی دنبال بالاترین امکانات باشیم برای تولید کردن کارمون، که همه شما ها الان دارین همین کار رو میکنین. یعنی شما ها دارین برای سازهاتون انتخاب کردی، مثلا برای کتابت داری مینویسی حامد، یا شبنم برای ساز خودش داری مینویسه، آوا همینطور، میلاد همینطور. اینا رو همیشه تو ذهنتون خلاصه داشته باشین. بله، همیشه ماها وقتی که میخوایم آهنگساز شیم همه دوست داریم کوارتت زهی بنویسیم، همه دوست داریم برای گروه کور یا ارکستر یا فلان بنویسیم، ولی خب واقعیتش اینه که باید یه خورده شطرنج بازی کنیم تا برسیم به نقطه‌ای که
به همون این امکان داده بشه که برای فلان ارکستر یا فلان آنسامبل یا فلان چیز بنویسیم. خلاصه که باید همیشه حواستون باشه دیگه، از امکاناتی که در دستتون هستش بهترین استفاده رو یا حتی سوء استفاده رو بکنید. خب مرسی واقعا که اومدین و در این شرط سخت این همه وقت در اختیار ما قرار دادین و این نظرات بسیار عالی و جذاب به ما دادین. خیلی استفاده کردیم ازتون، خیلی ممنونیم که تشریف آوردین. امیدوارم حالا در برنامه های بعدی باز دوباره این فرصت بر ما پیش بیاد که بتونیم باز دوباره از شما استفاده کنیم. من چیزی بگم؟ خواستم بگن که چطور این کلاس ها ادامه پیدا کنه، یه چیزی میخواستم بگم فکر کنم گفتن که بعد از صحبت با شبنم میگن. ببین الان آدم های همسن و سال من یا آدم های بزرگتر از من هممون دوباره یکی یه دونه از اینا تو دستمونه، از این تلفن، و هممون یه فیسبوک داریم، یه اینستاگرام داریم، یه ایمیل داریم، یه واتساپ داریم، یه تلگرام داریم، یه وایبر داریم، یکی از اینا رو داریم هممون، یا همه‌شو داریم. شماها کاری که باید بکنین اینه که برین آدما رو خفت کنین، بهشون پیغام بدین تا اینکه جوابتون رو بدن. مثلا ممکنه به من پیغام بدین، من در اون لحظه در شرایطی نباشم که جواب بدم، نباید دلخور بشین یا ناراحت شین بگین اه این آگه نجواب آدم عوضی جواب سلام هم ندارم، چون که باید اینو بدونیم که وقتی که داریم از طریق دیجیتال با یک آدمی بر رابطه برقرار میکنیم نمیدونیم در اون لحظه تو چه شرایط فیزیکی کجای دنیاست. مثلا من چند وقت پیش با یک آهنگسازی کار داشتم، بهش ایمیل زدم و این جواب منو نداد، بعد از 2 ماه جواب داد، گفت ببخشید من به خاطر کرونا توی فلان شهر تو آفریقای شمالی گیر کرده بودم، اصلا دسترسی نداشتم، نمیتونستم جوابتو بدم، الان برگشتم خونه جوابتو دارم میدم. یعنی نمیدونی که یارو کجاست، کجا گیر کرده. تو سفر بوده، گیر افتاده تو هتلش، مثلا 2 ماه تو مراکش مونده. راحت‌ترین کار همینه. من روزانه نمیدونم چند نفر یا در طول هفته چندین نفر همیشه با من تماس میگیرن، کار میفرستم براشون، نگاه اگر وقت داشته باشم، اگر که واقعا بتونم، تا جایی که بتونم نگاه میکنم و مثلا راهنمایی میکنم، یا مثلا از من میپرسن آقای مثلا آیدی من چه کتابی بخونم، یا مثلا برای اینکه مثلا چون ریتم رو بهتر بشناسم برای آهنگسازی چه چیزی رو بردارم نگاه کنم. و همین کارو میتونین با من انجام بدین، از مارتینا بپرسین، از نسیم بپرسین، نسیم که باهاش در ارتباط هستین، با بقیه بچه هایی که باهاشون آشنا میشین آنلاین، چه تو این گروه ها چه در جای دیگه. یعنی مثلا میری تو فیسبوک میگردی مثلا میبینه اه فلان کسی هم هستش، کارش هم خیلی جالبه و میتونم ازش این سوال رو بپرسم. بعدم خیلی باید دقیق باشین سوالت، باید بپرسی مثلا مثلا مارتینا من اگر میخوام برای پیانو بنویسم به نظرت مثلا چه قطعاتی رو نگاه بکنم، یا الان چه کتابی رو معرفی میکنی؟ به نظر تو من میخوام کار تئاتریکال بنویسم، تمرکزم رو آثار کدوم آهنگساز باشه، برم کیو کاراشو آنالیز بکنم. خیلی دقیق باید باشین و برین سراغ آدم ها بپرسین و خجالت نکشین از این که بپرسین. همیشه از همین ضرب المثل قدیمیه که ندانستن عیب نیست، نه چی چی عیب است، نپرسیدن عیبه. از اینکه نمیدونین چیز رو نباید خجالت بکشین، از اینکه نپرسیدینش بعداً از خودتون باید خجالت بکشین. برای من هر ماه در واقع چند آدم همیشه از تهران می نویسه که متوجه میشه آخ خانوم مارتینا شما رفتین بیرون از تهران، ولی من باز کلاس پیانو میخوام با شما داشته باشم، کلاس آنلاین برگزار میکنید؟ میگه نه دیگه من واقعا تایم ندارم برای اینا، ولی میتونم براتون راهنمایی بکنم که شما اول به من بگین شما تجربتون با پیانو زدن چیه و دوم چه پیانوهایی میخواییم بزنیم، چون که چیزی هست که کلی آدم ها بلد نیستن، یا کلاسیک بزنم یا جاز بزنم یا همون گل گلدون و حرفای دیگه. یعنی این خیلی باید مشخص باشه، چون که اون موقع من میتونم بگم اها شما اگر این مسیر رو میخواییم برین جلو برین سراغ اون یکی معلم که اتفاقا تو تهرانه یا تو کراجه
یا جای دوروبر هستش یا فلان کتاب رو بردار خودت بزن کتاب. یا مثلا کسی که آنلاین واقعا کلاس میده اون موقع میتونم کمک بکنم، ولی این هم مثلا جواب دادن من هم زمانی میبره چون که باید فکر بکنم آدم، یعنی ما همیشه ایدیالیست هستیم که خیلی با دل میخوایم کمک بکنیم. آره. این مسیر سختیه ولی شدنیه. اگر میشه یه راه ارتباطی به ما بدید که داشته باشیم خیلی خوب. فیسبوک تو فیسبوک تو اینستاگرام اسممون رو بلدین میکردن چجوری مینویسن؟ ممنون. آره هم فیسبوک هم اینستاگرام هستیم. من بیشتر فیسبوکم. آیدین فکر کنم هر دوش بیشتره. من تو همه جا هستم. من بیمار چیزای اجتماعی. اصلا شما یه راهی که میتونید داشته باشین و حالا میگم این تازه اول راه MMCه. بعدها میشه اصلا همینجور به صورت دیسکاشن روی خود پیج فیسبوک MMC داشت، هر کی بیاد هر سوالی داره معرفی بکنه، هر کی از تیچرهای حالا MMC هستن بیان جوابا رو بنویسن. خیلی خیلی کارا میشه کرد. خیلی اصلا ببینید باید ببخشید من پریدم وسط صحبت. اصلا بیاین این قانون رو بذارین که شما با هر کسی که این میزه گرده میزه گرد که نه میزه نه گرده این میزه گرد های مجازی زومی که انجام میشه شما این قول از اون آدم بگیرید که توی کانال فیسبوک همین گروه MMC درست میگم همیشه اگر سوالی دارین اونجا تو اون گروه بنویسین و کسایی که باشون اینجا آشنا شدین قول بدن بهتون جواب بدین. مثلا اگر تو سوال مثلا یه سری گروه هستش تو فیسبوک مثلا مخصوص کسایی که با فلان زبان خاص برنامه نویسی میکنن یا فلان نوع خاص موزیک رو مینویسن یا فلان نوع فلان کار رو انجام میدن، یه سری گروه دوستانه است که بدون هیچ چشم داشت مالی یا مادی یا نه معنوی نه هیچ چیزی این آدم ها دارن به هم کمک میکنن و این گروه ها مثلا حتما دیدین گروه هایی که مثلا توش از ژاپن هم توش عضو، از ایران هم عضو، من هم که اینجام عضو، یکی از امریکا عضو، من یه سوالی میپرسم 10 نفر دیگه بهم جواب میدن و هر کدوم از اون 10 نفر یک سوالی خواهند داشت که بعدن این یعنی یک بده بستونیه که خیلی خیلی چجوری میشه خیلی کمونیستیه، یعنی همه با هم دارن به هم کمک میکنن. بله. و دنیا داره به این سمت میره. شما از همه این قوله بگیرین که توی این گروه فیسبوکتون اگر سوالی داشتین بیاین اونجا توی اون رواله اون رو دیوار اون گروه بنویسین سوالتون. مثلا میلا تو سوال داری که مثلا چجوری میتونی ویدیوت رو ادیت بکنی و از ماهایی که اومدیم با هم آشنا شدیم مثلا من میام میگم میلا جو مثلا چه میدونم با موبایل میخوای بکنی یا با لپتاپت میخوای بکنی برو سراغ این برنامه یعنی به همدیگه کیو بدیم و این قول از همین بگیریم. من خودم همینجا قول میدم که هر سوالی داشتین از من بپرسین. نسیم که خودش که پایه‌گذار بنیانگذاره این کاره، اون که خودش استاده نشسته و داره به همتون کمک میکنه و دیگه همین. مرسی از لطفت. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی. حالا ببینیم به کجا میرسیم. حالا نقشه ها تازه همینجور هی داره شروع میشه. حالا ببینیم. هی نقشه ها پیشرفته تر و سخت‌تر و بزرگتر میشه. خلاصه که ما هر دو خیلی خوشحال شدیم از دیدن همتون. از نسیم خیلی تشکر میکنم. ممنون نسیم که دعوتمون کردی. که ما را آشنا کردی با این گروه عالی، پر از انرژی، پر از ایده، پر از فکر، پر از موزیک. و کلی با آرزوی موفقیت و جنگیدن تو این دنیای موزیکی براتون هستیم. برای هممون، چون که ما همه تو همون چیز میچرخیم کلن. خلاصه باید بجنگیم، باید یاد بگیریم و همیشه سعی کنیم بهتر و بهتر بشیم. خیلی ممنون. مرسی که اومدین و واقعا این وقتی که برامون گذاشتین یک دنیا ارزش داره.
آره ما خیلی 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 به همون خوش گذشت، امیدواریم که واقعا یه جرقه هایی زده باشه دیگه. حتما حتما. خیلی خوب. مرسی مرسی، واقعا امیدوارم بازم ببینمتون در یک موقعیت بهتر و بله در یک دنیای واقعی تر دیگه، یه خورده نزدیکتر فیزیکی، همه هم میگرد یک جایی تو ایران، تو نمیدونم یه جایی وسط وسط راه میشه، وسط اقیانوس میشه، پیدا کنیم پیدا کنیم همه هم دیگر بود. مرسی مرسی، سوکر موفق باشین، اونایی که شبشونه شب بخیر، اونایی که صبحتونه صبح بخیر، اونایی که صبح بخیر، اونایی که روز موفق باشین و تا دیدار خیلی زود. خدا حافظ.